یکی مرغ مرغی است افسانه‌ای که به جهت داشتن صفات اهورایی و سیمای اساطیریش در فرهنگ و ادب ایران زمین از دیرباز حضور داشته است. سابقه حضور سیمرغ در فرهنگ ایرانی به پیش از اسلام برمی‌گردد. از آنچه که از اوستا و آثار پهلوی در اختیار داریم می‌توان دریافت که این مرغ مرغیست فراخبار و بر درخت درمان بخش که در بردارنده ی تخم همه گیاهان است آشیان دارد. سیمرغ مرغیست الهی و مقدس و آنچنان که در شاهنامه می‌بینیم این مرغ در سرنوشت قهرمانان و حوادث اساطیری نقش دارد. بر بلندای کوه البرز آشیان دارد، بر همه رازهای جهان داناست و بر هر مشکلی چاره‌ای دارد. یکی کوه بود نامش البرز کوه، به خورشید نزدیک و دور از غروب. بر آن جای سیمرغ را لانه بود که آن خانه از خلق دیوانه بود. رد پای سیمرغ را در منطقه تیل عطار نیز میتوان یافت، آن زمان که همه پرندگان گرد هم آمدند تا از هدهد دانا رهنمود خواسته رهبری برای خود انتخاب کنند. مجمعی کردند مرغان جهان، هرچه بودند آشکارا و نهان. جمله گفتند این زمان در روزگار نیست خالی هیچ شهر از شهریار. از چه رو اقلیم ما را شاه نیست، بیش از این بی شاه بودن راه نیست. هدهد با بیان این موضوع که پادشاه پرندگان مرغیست با نام سیمرغ، کوه قاف را مکانی جهت یافتن سیمرغ عنوان می کند و تذکر می دهد که برای دیدار با پادشاه پرندگان هفت وادی را می بایست سپری کرد. گفت ما را هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی درگه است. نخستین وادی اشاره به جایگاه طلب است، وادی دوم عشق و استقامت، وادی سوم کسب فیض و دانش، وادی چهارم بی‌اعتنایی به وابستگی‌های دنیوی و مادی، وادی پنجم وحدت و یکپارچگی، وادی ششم وادی حیرت، بدان معنا که فردیت فراموش شده و هر کس خود را در قالب گروهی از مرغان می‌دید که هر لحظه به هدف خود نزدیک‌تر می‌شد. از این روی در وادی هفتم پس از گذر از مصائب و سختی‌های بسیار، تنها سیمرغ از خود فانی و با پیوستن به یکدیگر باقی و جاودان شدند. آنجا بود که این حقیقت آشکار شد که پادشاه پرندگان و یا همان سیمرغ موعود موجودی نبود جز سی پرنده که بال به راهی بس پر خطر فرسوده بودند و در آرزوی یکی شدن دره به دره زخم برداشته بودند. هم ز عکس روی سیمرغ جهان چهره سیمرغ دیدند آن زمان. چون نگه کردند این سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ. و امروز دگر بار سیمرغ اساطیری ایران زمین سر از خاک سر افسانه بر می دارد و بال بر جستجوی آزادی می گستراند. برنامه رستاخیز سیمرغ همچون هدهد خردمند جوانان آزادی خواه را که هر یک از شهر و دیاری گرد آمده تا در وادی وحدت و یک پارچگی ایرانی آزاد و سربلند را به نمایش بگذارند،
به سوی یافتن سیمرغ سوق خواهد داد. جاوید شاه پاینده ایران رستاخیز سیمرغ. به نام خاک پاک ایران، عرض ادب دوستان عزیز. درود به همه دوستان عزیزان. لطفاً لایو رو در اینستاگرام برای در دایرکت برای دوستانتونم ارسال کنید. من به همراه جناب قاسمی، آقای دکتر سروش مهراد و جناب رضا مهربانی امروز در خدمت شما هستیم در خصوص مسائلی صحبت کنیم. سعید جان عد کن لطفا. درود دوستان. جناب قاسمی درود به همه عزیزان، درود بر شما. امیدوارم جناب مهربانی هم تشریف بیارن زودتر. همونطوری که در جریان هستید، درود سعید جان. درود جناب کمالپور، درود دوستان عزیز. بله در خدمتتون هستم. دوستان اومدن جناب مهربانی؟ آقای دکتر مهراد روی خط هستم با اسکایپ. آقای مهربانی هنوز تشریف نیاوردن، منتظریم که بیان. بله دوستان، همونطور که عرض کردم، خوشبختانه شاهد این بودیم که اعتصابات از خوزستان شروع شد و این اعتصابات پیوند خورد به اعتراضات مردمی و امروز بیش از 25 شهر در خوزستان فقط در اعتراضات هستند. میخواییم در رابطه با همین اعتراضات، عواملی که دارن سعی میکنن، درود بر شما، درود عزیزان، عواملی که سعی میکنن این اعتراضات مردمی رو به جای دیگه بکشونن و یک سری افرادی که سعی میکنن مصادره به نفع بکنن، در رابطه با اینا صحبت بکنیم که این فعالیتی که نیروهای درمرزی دارن میکنن، مردم بلند شدن و حقوقشون رو میخوان، به بیراهه نره. امیدوار هستم که با ما همراه باشید. در دایرکت برای همه دوستان بفرستید این لایو رو. آقای دکتر شما هم میتونید یه درودی بفرستید برای دوستان تا جناب مهربانی هم اضافه بشن. آقای دکتر مهراد. بله آقای من رو دارید؟ یه مقدار بلندتر صحبت کنید، ممنونم. خواهش میکنم. درود میگویم به شما، کدوان قاسمی گرامی و همه هممیهنان در هر کجای این جهان پهناور که هستن، به ویژه در کشور مقدس ایران، با آرزوی بهترین ها که تندرستی و شادی است و آرزوی دلارامی دارم برای و بردباری برای هممیهنانی که بستگان، دوستان و نزدیکانشون رو در پی کرونا و نداشتن شایستگی جمهوری اسلامی عبری عربی از دست دادند. بله سپاسگزارم. جناب قاسم شما میخواید صحبت رو شروع کنید تا آیه درود بر شما عزیزان، آیه مهربانی رو تشریف بیارم من اضافهشون کنم. بله خب همینجوری که دوستان همه در جریان هستن، اولا که سپاسگزار میشم دوستانی که الان لایو دارن میبینن، یه دایره که بعد دوستانشون بفرستن. دوستانتون رو میتونید این زیر با هشتگ اد کنید، با اد ساین اسمشون رو بنویسید که اگه دوستانم بیام توی این لایو و مسائل مهمی هست که در به قول معروف در موردش صحبت کنیم. خب خبرهای خوبی که ما داریم که تقریبا دوستان میدونن، دهها و شهرستانهای استان خوزستان یک صدا بلند شدن بر علیه جمهوری انگلشان آخوندی و مطالبه ابتدایی ترین حقوق یک انسان رو دارن فریاد میزنن که این جای بسیار بسیار خوشحالی داره و امیدوارم استانهای دیگه ایران، مردمان سراسر ایران از هموطنانشون در خوزستان حمایت کنن. استارت قیام رو خوزستان زده، الان چند روزیه که این اتفاق افتاده. متاسفانه تعدادی مجروح و دو تا هم از هموطنانمون، از هموطنان خوبمون در استان خوزستان توسط جمهوری انگلشان آخوندی، حداقل دو تن خبر داریم که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن.
و بسیار اتفاقات دیگه ای که حالا من دوست دارم که جناب دکتر مهراد یه صحبتی در مورد استان خوزستان شرایطش و اتفاقاتی که اونجا داره میفته برای دوستان مطرح کنن تا برسیم به ادامه داستان. بله، قبل از اینکه دکتر مهراد صحبت کنه، جناب مهربانی لطفا درخواست بفرستید که شما هم تشریف بیارید بالا. بله قبل از اینکه جناب دکتر مهراد در رابطه مسائل خوزستان توضیح بدن، من یه سری موارد رو بگم. بعضی از این عزیزان در طول این چند روز ما مشاهده کردیم که یک سری ویدیوهایی رو درود بر شما جناب مهربانی. درود جناب کمالپور، جناب قاسمی، دکتر مهراد و همه باشندگان. ویدیوهایی رو منتشر کردن که به دلیلی که من فکر میکنم زبان عربی رو تسلط ندارن یا آگاهی نسبت به زبان عربی ندارن، واژه ها رو اشتباه متوجه شدن و اینو پخش میکنن و این در مسیر مبارزه هم میتونه سودجویی این تجزیه طلب ها یا دشمنان ایران سودجویی بکنن، سوء استفاده بکنن و همین که باعث دلسردی بشه. یک مقدار عزیزانی که میهن پرست هستن و میخوان تمام اخبار داخل و اعتراضات و اعتصابات و اینها رو منتشر کنن و به همه جا برسونن، روی واژه هایی که چه به زبان ترکی، چه به زبان عربی، چه به زبان کردی است، خواهشاً دقت کنید، اشتباه ننویسید. اینها به ضرر مردم، به ضرر ما، به ضرر ایران تموم میشه. آقای دکتر مهراد بفرمایید. خواهش میکنم. بسیار از شما سپاسگزارم برای برنامه امروز. همینان گرامی، من خودم خوزستانی هستم تا 5-6 پشت و گذشته خودم رو و نیاکانم رو که میشناسم همه در خوزستانی بودن. شرایط خوزستان رو و ویژگی های مردمی و جغرافیایی و دیگر ویژگی‌هاش رو به خوبی می‌شناسم. ببینید، جمهوری اسلامی عبری عربی از روز آمدنش بر سر کار آغاز به ایران ستیزی کرد و حقوق مردم ایران رو پایمال نمود و شما تا به امروز در این 43 سال گذشته هیچ ایده‌ای رو نمیتونید نام ببرید که از شر این راهزنان و چپاولگران در امان مونده باشه. یعنی در هر زمینه‌ای که شما پیرامون شما بخواید یا شما گفتگو بکنید، از جمهوری اسلامی عبری عربی آسیب دیده. در زمان شاهنشاه روانشاد، افزون بر این که استان خوزستان نفتخیزترین و گازخیزترین استان ایران بود، برنامه های دولت شاهنشاهی برای این بود که خوزستان رو با توجه به اینکه زمین های بسیار حاصلخیزی داره و چندین رودخانه پرآب داره، تبدیل به قطب کشاورزی در ایران بکنه و برنامه بسیار خوبی در حال اجرا بود، بخشش انجام شده بود و حتی قرار بود که استان خوزستان نه تنها شکر کل ایران رو بده، بلکه ایران تبدیل به صادرکننده شکر بشود. بسیار بسیار مطلب جالبه. اما شوربختانه با سوء مدیریت و به ویژه آن چیزی که از دید من بدتر از سوء مدیریته، نگاه ایران ستیزانه جمهوری اسلامی عربی است، ما این وضعیت رو امروز در خوزستان می‌بینیم که با داشتن چندین رودخانه پرآب و چندین صد خوزستان به این روز افتاده است. شما ببینید، فقط من تنها یک مورد رو برای شما میتونم نام ببرم، سد گتفند. این سد به تنهایی کل استان خوزستان رو داره نابود میکنه. همیهنان گرامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نام ایران رو هم در خودش نداره و سد رو رفتن در کنار یک کوه نمک زدن و حاضر هم نشدن این پروژه رو تعطیل بکنن و این سد در حال آب این سد که در کنار این کوه نمک است در حال شور کردن زمین‌های کشاورزی در خوزستانه و نابود کردن زمین‌های کشاورزی و تا به امروز هم به بخش‌های قابل توجهی از زمین‌های کشاورزی و نخلستان‌های استان خوزستان رو شوربختانه نابود کرده. ببینید همیهنان گرامی، بحث من مطلب بسیار ارزشمندی رو که ادمان کمالپور گرامی بهش اشاره کردن، پیرامون همین شعارهایی که به زبان عربی داده میشه، من به این روی این بخش میخوام اندکی تمرکز بکنم. همیهنان گرامی عرب زبان ما در استان خوزستان، چون ما در برخی از استانهای دیگر هم همیهنان عرب زبان داریم، اما در استان خوزستان که حدود 4.5 میلیون جمعیت داره، 35% درصدش از همیهنان عرب زبان ما هستن
بخش قابل توجهش بسیار هم میهن پرست هستن. در زمان یورش عراق به ایران جانانه از خاک میهن پدافند و پشتیبانی کردند و از 16,000 جان سپار و جان باخته راه میهن 8,000 تنش از همیهنان عرب زبان بودن، چون به ویژه همیهنان عرب زبان ما در نوار مرزی جنوبی و جنوب غربی و بخش‌های شرقی استان خوزستان زندگی میکنن، یعنی مرز دارن با کشور عراق. ببینید در این دو سه روز گذشته که به حق همیهنان عرب زبان ما اعتراض کردن و با توجه به اینکه این بیابی تنها برای بخش‌های عرب زبان نیست، برای همه استان خوزستان که 4.5 میلیون جمعیت داره، جمهوری اسلامی بعدی برای به انحراف کشوندن این راهپیمایی‌ها، این اعتراضات به حق، همیشه همیهنان گرامی شعارهای انحرافی رو در میان این تظاهرات‌ها، چه در بخش‌های عرب زبان ما باشه در استان خوزستان، چه در استانهای آذرینشین ما باشه، افرادی رو که در این سالها آموزش داده، اجیر کرده یا افرادی رو که به کار میگیره، در این روزها از این افراد بهترین بهره‌وری رو میکنه. یعنی شما ببینید در بخش از این ویدئوهایی که ما در این دو سه روز گذشته دیدیم، شعار به روح به دم نفتیک یا اهواز، یعنی با روح خونم فدات بشم اهواز، حالا شاید شما گمان کنید که برای این با روح و خونم فدایت شوم اهواز شهر اهواز، نه، شوربختانه یک جغرافیای خیالی تعریف شده به نام کشور اشغالی عربی الاحواز، که اکنون برای که جمهوری اسلامی سودهای خودش رو داره برای که سرپوش بذاره بر روی ناکارآمدیش و سوء مدیریتش در استان خوزستان، و هر زمان که هم میهنان ما در استان خوزستان اعتراض میکنن، بتونه با برچسب کلی تجزیه طلبی این اعتراضات رو خفه کنه و مردم بخشای دیگر ایران رو نگران بکنه و بترساند از اینکه بخوان با همیهنان ما در استان خوزستان همراهی بکنن، بلکه بخشی از اینها هم شوربختانه در این سالها به دلیل بیکفایتی و سطح بسیار پایین نظارت‌های امنیتی از سوی جمهوری اسلامی، برخلاف اون چیزی که ادعاش میکنه و ازش دم میزنه، استخبارات یا وزارت اطلاعات عربستان و کویت و امارات و بحرین تونستن افرادی رو در استان ما شوربختانه یارگیری بکنن. من خواهشی که از همیهنان عرب زبانمون دارم که از همینجا بهشون درود میفرستم و بهشون میگم تحیاتی علیکم مواطین عرب فی محافظت الخوزستان، که درودهای ما بر شما ای همیهنان عرب زبان در استان خوزستان، مراقب و مواظب این گونه شیطنت هایی که از سوی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عربی و بخشی از کشورهای همسایه که درد همیهنان عرب زبان ما رو ندارن، مواظب این افراد باشن. شعارها شعارهای ملی باشه، شعارهایی باشه که دیگر بخشای ایران رو بخواد با خودش همراه بکنه، شعارهایی مانند الاحواز عربیه، یعنی اهواز عربی است، منظور یک جغرافیاست نه شهر اهواز، یعنی یک کشوره که خیالی تعریف شده به نام الاحواز به پایتختی شهر اهواز، مانند کویت که پایتخت شهر کویته، و منظور این است که همه غیر عرب ها باید از استان خوزستان اخراج بشن. این شما ببینید این شعارها سودش تنها به جمهوری اسلامی عربی میرسه، یعنی مردم دیگر بخشا رو هراسان میکنه و شوربختانه شاید با این همیهنان ما که به حق اعتراض میکنن و کشاورزیشون داره نابود میشه، زمین هاشون شور شده دیگه قابل کشت نیست، به راستی به آب آشامیدنی پاک و حتی آب برای کشاورزی دسترسی ندارن، حقوق این همیهنان گرامی ما پایمال میشه. یعنی شما ببینید یک عده آدم آموزش دیده از سوی استخبارات عربستان و کویت و امارات و بحرین و دیگر کشورهای بخشی دیگر از کشورهای عربی و موساد اسرائیل که بسیار در این سالها ببیشه در این 10-15 سال گذشته موساد متمرکز شده بر روی خوزستان و خود جمهوری اسلامی که ازش از این به انحراف کشوندن اعتراضات سود میبره، اینها همه دشمن ایرانیان در استان خوزستان هستند. شما ببینید صدام حسین تکریتی که به خوزستان میگفت عربستان، ادعا میکرد که ما میخواییم بیاییم به همزبانانمون در استان خوزستان کمک بکنیم. باور بفرمایید در چند ماهه آغازین
یورش ارتش عراق به استان به ایران و به ویژه در بخش استان خوزستان، صدها دختر عرب زبان توسط ارتش عراق مورد تجاوز قرار گرفتن و یا دار زده شدن یا اعدام شدن. میخوام اینو خدمت همیهنان عرب زبانم بگم که این کشور سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عبری عربی و استخبارات ها یا وزارت اطلاعات های این کشورهای عربی هیچ کدوم و به ویژه موساد هیچ کدوم به فکر این مردم نیستن. این مردم خوشبختیشون و آینده روشنشون از راه اتحاد با همه ایرانیان با همه تیرهای ایرانی میگذرد. ما رو در این 20 خورده ای سال که جمهوری اسلامی به گونه هدفمند بر روی جدایی هممیهنان از همدیگه تیرهای ایرانی کار کرده، ما این جدایی به تک تک ما آسیب میزنه. ما باید با هم همبسته باشیم. همه ایرانیان در سراسر ایران باید هماهنگ با هم دیگه کار بکنن در بخش اعتصابات، در بخش اعتراضات، در هر زمینه‌ای که نگرانی و خشم خودشون رو میخوان نشون بدن از این همه بی‌کفایتی و ویران کردن ایران و من مهربان یکم میکروفوناتون رو لطفا ببندید که صدا داره اکو میشه. بله جناب دکتر بفرمایید. خواهش میکنم، من سخن رو کوتاه میکنم. هممیهنان گرامی، خواهش من از هممیهنانمون در خوزستان این هست که پروانه ندن این افراد نفوذی این اعتراض ها و اعتصاب های به حق رو به انحراف بکشونن. از دادن این شعارهای شوونیستی راسیستی پان عربی و تجزیه طلبانه خودداری بکنن، شعارهای ایرانی بدن، جانم فدای ایران بگن و اعتراض و خشم خودشونو به جمهوری اسلامی عربی نشان بدن. اگر پرسشی در برخی زمینهای دیگه هم هست من در خدمتون هستم، حتی در برخی دیگه میتونم بپردازم به افرادی که به عنوان سردمداران جنبش این پان عربیسم تروریستی و وهابی در استان خوزستان در بیرون از ایران شناخته میشن. همه اینها در این سالها با نهادهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی همکاری کردن و همکاری هم میکنن. تو مرحله بعدی خواهش میکنم، حتما تو مرحله بعدی بهش خواهیم پرداخت. ولی یکی از مطالب مهم دوستان که خیلی واقعا مهمه، دقت کنید در شرایطی که مردم اومدن بیرون، هم آب قطعه هم برق قطعه، اونم در تابستون که هوا گرمه در خوزستان در بعضی از روزها به بالای 50 درجه سانتیگراد میرسه، دو تا اتفاق شاهد هستیم. یکی این که چند روز پیش در مراسم سالانه سازمان مزاحمین خلق مریم لچکی اومد یه حرفی زد، گفتش که خب میدونید که حتما وزیر امور خارجه دولت ترامپ هم مایک پامپئو با چند نفر دیگر اونجا بودن، گفت در تمام تجمعات و اعتراضاتی که در داخل ایران و خارج از ایران اتفاق میفته اینها تماما برای ماست، فقط یه چند تا تک و توک این ورانور سلطنت طلبا هستن که اونا هم دیدید تعدادشون چقدره. یکی از مهمترین عواملی که میتونه ثابت کنه این چرت و پرت میگه این دیمای 96 و آبان 98 و ویدیویی که هر روز جناب قاسمی در اینستاگرام قرار داد، این هستش که چه در داخل و چه در خارج هدفتون رو مشخص کنید با جاویدشاه. تنها رمز پیروزی جاویدشاه. این یه مورد. دومین مورد، ما دو سه روز پیش شاهد این بودیم که علی ناجوانمردی اومد در همین بهبویی که مردم دارن دنبال حق و حقوقشون میگردن یک ویدیو گذاشت به زبان کردی. خب ما این اومدیم منتشر کردیم، دوستان دیگه میهن‌پرست بودن که ترجمه کردن، زیرنویس نوشتن و منتشر کردن، ما هم این اومدیم منتشر کردیم. اولا اینکه علی جوانمردی به زبان فارسی اصلا این حرفا رو نمیزنه، اصلا این حرفا رو نمیزنه، میره با زبان کردی میگه. و بعد اومد یک سری مسائل چرت و پرتی رو دیشب منتشر کرد که من نگفتم سپاه اینجوری. آقا حرف اصلی چیز دیگه ای بوده اصلا، تو داری میگی تجزیه، بعد اومدی چرا چرت و پرت جواب مردم میدی. خیلی از هممیهنان و میهن‌پرست ما که کرد هستن اومدن جبهه گرفتن و جوابشو دادن. حالا آقای مهربانی در این خصوص میپردازه و صحبت میخواد بکنه
در خدمت ما مهربانی. بفهمید. سپاسگزارم جناب کمالپور. درود میفرستم به همه همیهنان و باشندگان. خوشنوتر اهورامزدا. ببینید دوستان، مشکل گرفتاری که ما داریم این هستش که شوربختانه عده اندکی هم هستن، عده زیادی نیستن، اما همه عده اندک تباهی میشن. یعنی چی؟ یک عده از هممیهنان ما هستن، احساسات هستن و گمان میکنن که برای مثال تجزیه طلب جماعت امثال این علی جوانمردی یا تحول خواه جماعت امثال معصومه قومی نژاد کلایی یا آخوند خوب جماعت، مثلا آخوند خوب وجود نداره، گمان میکنن که این افراد میتونن برای ما آزادی و رفاه بیارن. فرقی که اینها در رسانه ها شروع کردن انجام دادن این هست که یک سری چهره های اهریمنی رو به عنوان آزادی خواه داره میقبولونن. دقت فرمودید؟ بنابراین ما باید مراقب باشیم که به مانند سال 57 هم، حالا عزیزانی که خاطرشون هستش، کسایی که خب خاطرشون نیست، بالاخره اخبار تاریخ مشخص است، یک گجستکی رو به نام خمینی بردن در پاریس، گذاشتنش زیر درخت سیب و اینو کردنش گاندی زمانه. یک سری دیو و درد هم دور و برش به مانند بنیاد رو قدزادو در درون ایران بازرگان و خلاصه اینا همه جمع شدن با توجه به پروپاگاند هایی که از رادیو اسرائیل و بی بی سی اینها پخش شد، خمینی رو کردن گاندی زمانه. بعدش هم عکسش رو فرستادن در ماه، همه هم اون عکس رو در ماه دیدن ظاهرن در اون زمان و آوردنش گذاشتنش بعد در رأس حکومت و شما شاهد تمام 43 سال جنایت و تباهی و غارت و ویرانی و کشتار ایران هست. دقت فرمودید؟ اگر سال 57 اینو پیشتر بچه های رستاقیز سیمرغ جناب قاسمی و کمالپور عنوان کرده بودن، اگر سال 57 گروه هایی بودن میهن پرست که جرأت اینو داشتن که جلوی خمینی و دار دستش بیستن، جلوی موحدین خلق بیستن، چریکای فدایی بیستن، جلوی جبهه ملی ها بیستن یا نهضت آزادی ها، هیچگاه خمینی نامی نمیتونست بیاد در ایران قدرت بگیره و هیچگاه اون توطئه جهانی سال 57 نمیتونست به نتیجه برسه. دقت فرمودی؟ اگر در اون زمان گروهایی بودن به امثال ما، رستاخیز سیمرغ، جنبش رنسانس ایرانی، دکتر مهراد و دو سه گروه دیگر که حالا نام نمیبرم، جلوی اینا واسطه بودن، هیچگاه یه همچی توتهی به نتیجه نمیرسی. بعد یه دو اومدن مثال میزنن، میگن که آقا بیایی با هم متحد بشین، نگاه کنی سال 57 خمینی چجوری همه رو متحد کرد و تونست شاهو بندازه. حالا فکر میکنه که مثلا اتحاد سال 57 بود که شاه رو انداخت، جهان بر ضد شاه انقلاب کرد، جهان که در گواتلوب نقشه هاش ریخته شد، توافقاش انجام شد و از اونجا اون فروپاشی آغاز شده. دقت فرمودید؟ زین که خمینی گجستک و تمام اون دیوان و ددانی که دور و برش بودن، مثل مجاهدین، چریک ها، چه میدونم نهضت آزادی ها، مصدقیون، همه این جمهوری خواهان، اینها برای آبادی ایران نیومده بودن کاری بکنن، اینها اومدن با هم متحد شدن که ویران کنن. همین بسیار ساده است. متحد شدن که ویران کنن، متحد شدن که نابود کنن، متحد شدن که از بین ببرن. ما ایرانگرایان امروز که در قالب پادشاهی خواه فقط ما میتونیم میهن پرست پیدا بکنیم، ما میخوایم بریم این کشور رو از نابودی نجات بدیم
بنابراین امروزی که ما میدونیم که جهان عاری از شرافت و اخلاق که همون دموکراسی نامش هست، جهان دموکرات، پشت آخوند واسطه و به هر ترتیبی میخواد آخوند رو نگه داره یا در نهایت یک پلان بی برای خودش درست کرده، یه عده از دل همون ملتاریا بیرون آورده، جمهوری اسلامی کوچلوارکشون کرده، آورده یک کاغذم گذاشته جلوشون، گفته از رو بخون تا مردم رو بتونی جلب بکنی. دقت فرمودی؟ و روش هم گذاری میکنه، تمام امکانات رسانه‌ای هم در اختیارش میذاره تا اینو بتونه گندش بکنه، تا در زمان اون بزنگاه رستاخیز و فروپاشی جمهوری اسلامی بتونه مهرهای خودش رو جایگزین بکنه. خوب دقت کنید عزیزان، یعنی یک جابجایی به صورت شخصی با یک لباس نوین، یعنی لباس آخوندی رو در میارن یه لباس نوین تنشون میکنن. دقت فرمودی؟ اما محتوا و نکبت همین جمهوری اشغالگر اسلامی است، چه بسا بدتر، چون هدف مافیای جهانی نابودی، تجزیه ایران و کلن محو تمدن ایران زمین هستش. این پلانی هستش که کیسینجر بر پایه اون سند کیونی تحویل وزارت امور خارجه انگلیس و آمریکا داد و تا به امروز اون پلان داره کار میکنه در سیاست این منطقه. دقت فرمودی؟ حالا وقتی ما این چیزها رو میدونیم و هدفمون نجات ایران نه نابودی ایران، نمیتونیم بریم با کسی همازور بشیم یا متحد بشیم که دنبال فدرالیزه کردن ایرانه. خب جمهوری اسلامی هم از درون خاتمی خودش برگشت که آقا فدرالیست بهترین نوع حکومت، مگه نگفت؟ مگه اخبارش بیرون نیومد؟ نوریزاد، حشمت طبرزدی صداشون هست، فایلشو بارها و بارها گذاشتیم، هم در خروجی های جنبش هم در خروجی های رستاخیز. نوریزاد اونم میگه که با حشمت طبرزدی آقا فدرالیست بهترین نوع حکومت هستش. آخرش هم با شامولتی بازی میگه ما خواهان بهترین ها برای مردم ایران هست. آقا پس فدرالی بیشرف، میخوای ایران تکه پاره بکنه و میگه خواهان بهترین ها هستیم، بهترین ها برای ارباباشون. مرد رجوی سازمان مجاهدین دنبال تجزیه ایران هست، بارها بارها علنی در همایشاشون اومدن گفتن آقا کردستان باید استقلال پیدا بکنه، کردستان ایران باید جدا بشه. شورای گذار شریعت مداری با تمام شغالانی که باهاش ارتباط دارن دنبال تجزیه ایران هستن، حتی نام خوزستان رو گذاشتن استان عربستان، آذربایجان، سیستان و بلوچستان، کردستان، اون هم دنبال تجزیه ایران هستن. اون جمعیت سکولار دموکرات ها که نوری علا و اون شغالان دیگه جمهوری خواه درش هستن، اون هم دنبال فدرالیزه کردن ایران هستن. امثال کانال یک شهرام همایون ملقب به شالاتان هم همش با این تجزیه طلب ها مصاحبه و مذاکره میذاره، مثل اون عثمان زرقندی و اینا، که موضوع تجزیه رو لوس بکنن، یعنی اون حب خیانت رو از توش در بیارن. اینا میخوان حب خیانت رو از توش در بیارن. با علی جوانمردی که بارها بارها اومده از تجزیه ایران صحبت میکنه، همین هم شما درک و شعور این صحبت رو نداری، بشین گوش کن، از دقیقه نخست این صحبت هم حداقل نگاه کن تا بفهمی ایران تا به امروز ده ها بار تجزیه شده. یعنی یه همچی ابلهایی مثل این هم میهن هستن که جمهوری اسلامی 43 ساله میتونه جولان بده. یک ابله مثل این هم میهنی که میاد اینجا با یک جست آروغ روشنفکری میگه ایران تجزیه نمیشه، ایران از 100 سال پیش به این بر 6 بار تجزیه شده. یعنی به راستی و درستی خرد به زهر چه ایزد بدار. یعنی این چنین آدمای ابله و احمقی هستن که باعث ماندگاری جمهوری هستن، چنین آدمای ابله و احمقی هستن که علی جوانمردی تجزیه طلب
به خودش اجازه میده بیاد پشت دوربین بشینه و ایران رو نه جمهوری اسلامی، ایران رو تهدید به نابودی بکنه. خوب دقت بکنید، یک همچی ابلهانی هستن که میگن ایران تجزیه نمیشه، باعث این میشن که علی جوانمردی به خودش اجازه بده بگه که ما دنبال تجزیه نیستیم، ما جوخواه هستیم. یعنی با واژگان بازی کنه، واژگان رو دفرمه بکنه تا بتونه یابه‌هاش رو به خورد مردم بده. دقت فرمودید؟ یک همچی هممیهنان ابلهی هستن که با آروخهای روشن آقا امروز باید با همه اتحاد کنیم. یعنی اینا درک و شعور و فهم اینو ندارن که این آدمایی که میخواد ایران رو نابود بکنن با جمهوری اسلامی تفاوتی ندارن. که از ویژگی‌های مبارزه امروز ما میدونی چیه همینا؟ اون ویژگی این هستش که ما در این زمان، در یک زمان داریم با چند جبهه مبارزه میکنیم. جبهه نخست خود جمهوری اشغالگر اسلامی هست. مهره که 43 سال گذاشتنش در اون تمام بسترهای نارضایتی رو فراهم کرده، آتش قومی سازی و قومگرایی در ایران نه و این رو شعله ور کرده و خودش هم در درون خودش که خودش هم در واقع انتخاب میکنه میرن در درون مجلس شورا میشینن و اونجا فرکسیون های قومی زبانی درست میکنن. همین جمهوری اسلامی سپاه اورشلیمش، همون سپاه پاسداران، میاد بومی سازی میکنه، یعنی نیروی نظامی رو بومی سازی میکنه. یعنی در آذربایجان فقط آذری ها هستن، در کردستان فقط کردان هستن، در خوزستان فقط خوزی ها هستن، در چه میدونم هر استانی فقط از اون استان برای سپاه اینها چیز کردن و اومده نیروی نظامی ملی کشور رو بومی سازی کرده. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از این استانها که فردا بخوان تجزیه هم بشن، ارتش خودشون یا نیروی نظامی خودشون هم دارن. هیچ جای دنیا یه همچی چیزی وجود نداره. ارتش در جهان در هر کشوری یک ارتش ملی هست. برای همین هم هستش که شما وقتی سربازی میری، اگر تهران هستید میفرستنت بندر عباس، بندر عباس هستی میفرستنت تهران، از این ور میفرستنت اون ور، از اون ور میفرستنت این ور. این به خاطر همگرایی بودن ملی هست که یک نظامی در هر جایی که هست از تمام نقاط اون کشور درش وجود داره و این اصلا یک موضوع استراتژیک هستش، یک موضوع بسیار مهم هستش. دقیقا در موضوع همه کشورها هم کار میکنن. سپاه اومده این کار رو بومی سازی کرده. حالا همین جمع، بنابراین مهره اصلی تجزیه ایران خود جمهوری اسلامیه. این که اصلا در شکی نیست و تمام کسانی که صحبت از فدرالیزه کردن، خودمختاری، خودگردانی، نمیدونم تجزیه، استقلال، زبان مادری میکنن، از دو جهت حمایت میشن. یکی از سوی جمهوری اسلامی که خودش مهره مافیاه، یکی از سوی مافیای جهانی که سر مار و افعیش جورج سوروس هستش. دقت فرمودی؟ و تمام اون بنیادهایی که در کنار بر این که مگر همین گروه کردستان نبودن این حزب دموکرات بارها ملاقات کردن، رفتن در دانمارک بود، در نروژ بود، اونجا ملاقات کردن، در نروژ اونجا ملاقات کردن، مذاکره کردن، بازگشتن ایران، دعواشون شد، البته دعوا نشد، زد و بند کردن. سپاه اومد در واقع در اقلیم کردستان یک بخش رقیب این حزب دموکرات رو موشک باران کرد. یعنی چی؟ یعنی با جمهوری اسلامی ساخت و پاخت کردن دیگه. دقت فرمودی؟ در بستر سیاست‌های جهانی. حالا بنابراین ما هر گوشه و شاخشه که میگیم، در درون ایران هم که تجزیه طلبا هر جوری که دلشون بخواد جولان میدن دیگه. در ورزشگاه ها دیدیم، در مجلس دیدیم، در سیاست دیدیم، در سپاه پاسداران یا سپاه اورشلیم هم دیدیم. دقت فرمودید؟ بنابراین ما میتونیم به این نتیجه برسیم که اصولا تجزیه طلب ها، کسایی که صحبت از فدرالیسم میکنن، مثل علی جوانمردی، مثل همین مریم رجوی، مثل همین شورای گذار، اینا از دو سو
حمایت میشن. یکی از توی جمهوری اسلامی هست که خب اون بسترها رو ساخته و سر مار هم هستش، یکم از سوی بنیادهای سوروس هستن، یک سر مار هم این بر هستش. دقت فرمودید؟ حالا ما همه اینها رو میدونیم، بارها بارها اومدیم اینو توضیح دادیم که درسته. باز یه عده نشستن آقا نمیدونم لیلی زن بود یا مرد بود. این بخش از هممیهنان که آروغ روشنفکر میزنن و شعور درک این مسائل رو ندارن، من تنها پیشنهادی که میگم دنبال زندگیتون برید، دنبال زندگیتون. و شما این کاری میکنید، یا مأمور جمهوری اسلامی هستی که بخوای مبارزان و میهن پرستان رو خسته بکنی، آسیب بکنی، و یک میهن پرست هم نمیتونه در مقابل یک سری یاوه ها یاوه گویی ها بی تفاوت باشه، اصلا نداره. بنابراین شما یا مأمور جمهوری اسلامی هستی که این کارا رو انجام میدی، یا اینکه نوچه همین تجزیه طلبان هستی، یعنی یک ایران ستیز هست. و همین سو... حالا نکته دیگه که اینجا وجود داره بسیار هم حائز اهمیت هست، وقتی شما میبینید که مردم ایران به یک خیزش، به یک التهاب، به یک جواب مهربانه قد شدید الان هستید، صداتون نیست. سعید جان شما صحبت کنید ببینم صدای شما هست. بعد از صدای من هم. آره صدای شما هست جناب مهربانی، صدای شما کلا رفت، یک بار خارج شید دوباره برگردید. سعید جان شما صحبت کنید، جواب بانو فریبار هم شما پاسخشون رو بدید، پرسشی کرده بودن، تا جناب مهربانی برگردن. بله من یه درود مجدد بفرستم، تا پرسش ایشون رو اصلا ندیدم. بله نه من دیدم پرسششون رو دیدم. البته من صدای من هست الان صدای جفتتون هست. بفرمایید جناب مهربانی شما ادامه بدید جناب مهربانی. بسیار خب من تموم میشه صحبتام. حالا یک نکته که اینجا وجود داره، چرا میگم اینا با هم همکاری میکنن، هرگاه مردم ایران یکی کنن، یک صدای از بین مردم میاد بیرون، یه سری التهابات هست برای یک رستاخ، سری علی جوانمردی میاد و یک صحبت تجزیه طلبانه رو میندازه وسط. یعنی چی؟ یعنی اینکه امثال میهن پرستان و ایرانگرایان که اصولا پادشاهی خواهان هستن، در طیف پادشاهی خواه هستن، مجبور هستن عکس العمل نشون بدن. ما مجبور هستیم در مقابل ایران ستیز بیستیم. دقت فرمودید؟ میایم میگیم آقا چرا شما این صحبت رو میکنی؟ به چه دلیل این صحبت رو میکنی؟ الانی که برای مثال یک نمونهش همین در این هفته گذشته رخ داد دیگه، خوزستان ریخته بیرون، دیگر استانها و شهرهای ایران هم در التهاب به سر میبرن، تقریبا جامعه ایران داره خودش برای یک خیزش آماده میکنه، به یک باره علی جوانمردی پس بترد بی شرف ایران ستیز میاد یک تخم لقی رو میندازه وسط و یک جو و اختشاش این رو درست کنه، به خاطر اینکه ما میهن پرستان بایست خیشکاری ملیمون هست که بر دهان اینا بزنیم و باقشون رو بدیم. بعد از اون ور میاد چهره مظلوم نمایی میگیره به خودش، میگه نگاه کن الان خوزستان هست، اینا ببین به من پادشاهی خواه به من چی دارن میگن، دارن به من حمله میکنن. خب پس بترد بیش تو عمدن این کار کردی که ما در مقابل، چون ما مجبور هستیم موضع بگیریم، ما میهن پرست هستیم، ما مثل شرافت ها که ایران ستیز نیستیم، ما مثل شا که مزدور آمریکا و انگلیس و جمهوری اسلامی نیستیم، که ما برای میهنمون داریم جانفشانی میکنیم، برای آزادی میهنمون داریم مبارزه میکنیم. بنابراین در مقابل ایران ستیزان که یکیش علی جوانمردی باشه میستیم و پاسخشو میدیم. بعد میاد مشمرده بازی در میاره، میاد یک لایو میذاره میگه صحبتهای منو تفتیش کردن، الان که خوزستان شروعه به من حمله کردن. ببینید اینها چنین دیوان و ددانی هستن، اینها چنین اهریمنانی هستن، اینها چنین نامردمانی هستن. و چه
چگونه جامعه رو فریب میدن و میدونید به خاطر چی قاحت رو این که این اشخاص انقدر پس و مزبگی که به سادی در جلوی یک دوربین بیستن و دروغ مثلا اومده میگه ویدیوارو تختی کرده. ما کجاش تختی کرده؟ کی تختی کرده؟ 3 دقیقه ویدیو شما از یک نقطه آ شروع میکنی به یک نقطه ب ختم میکنی. نیازی هم نیست که 100 یاواهای شما رو کسی بشنوه. آقای علی جوامردی تجزیه طلب که میگه اول آخرش رو زدن. آقای علی جوامردی تجزیه طلب همون 3 دقیقه که شما میای ایران رو تهدید میکنی اون مهم هستش برای ایران گرایان. اون مهم هستش برای میهن پرستان. بعد در لایو فارسی که گذاشتی اصلا صحبت هایی که عنوان میکنی در اون ویدیو شده اصلا یه همچین صحبت هایی عنوان نشده. منی که اصلا کردی نمیدونم وقتی اون ویدیویی که داره علی جوامردی تجزیه طلب به کردی صحبت میکنه رو گوش میکنم با اون یاوه هایی که دیشب یا پریشب اومد در لایو فارسیش گفت گویادم که من درباره یه همچین مسائلی داشتم صحبت میکنم داره دروغ میگه. اصلا چنین واژگانی در اون 3 دقیقه و نیم کردی وجود نداره. ضمن این که من رفتم تقریبا نیست تقریبا بچه کردیش هم رفتم گوش دادم. اصلا یاوه داره میگه من کردی بلد نیستم اما زبان کردی چون ریشه پهلوی داره و بسیاری فارسی درش وجود داره شما یه مقداری که وجه منظور میشی. ضمن این که دوستان کرد زبان ما میهن پرستان کرد زبان پادشاهی خان کرد زبان این رو رفتن گوش کردن عنوان کردن ترجمه کردن و فرستادن آقای علی جوامردی پس فطرت و این با نخست شما نیستش که این صحبت رو کردی. این نشونگره که یک پاسگاری بین جمهوری اسلامی بین این تجزیه طلب ها خصوصا در زمانی که خیزش های مردمی صورت میگیره وجود داره. حالا بعد شما میتونی بری 4 تا خبر راست و دروغ هم بذاری. اون یه بحث دیگه از مگه اون رول زدن پس فطرت نبود. بنابراین عزیزان یا مثلا میگن رول زدن و کشتن. خب مگه جمهوری اسلامی هر کسی بکشه فرد میهن پرستی بوده؟ تو جنگ قدرت داخلی زنان همگرد تیکه پاره کردن مگه رفتن جنگ رو نکشتن؟ مگه کسای دیگه از بین خودشون رو نکشتن؟ خب این جنگ قدرت داخلیه. بنابراین جنگ بین کفداران و شغالان جمهوری اسلامی به ما ربطی نداره. به ما میهن پرستان ایران یا رایان ارتباطی نداره. جنگ بین بنی اومی و بنی عباس به ما ایرانی ها چه ارتباطی داره؟ همه اینها هستش که عزیزان باید روش دقت بشه صحبت بشه به یک آگاهی برسه جامعه که فریب نخوره و این از جامعه هستش که بره در مقابل اینها گیره. ما به عنوان یک گروه میایم موضوع رو مطرح میکنیم واقعیت ها رو عنوان میکنیم ولی این جامعه رو بگیره. این جامعه هستش که باید بره خاص دقت فرمودین جامعه روانی. یک روب دیگه لایو اول تموم شد. اینترنت صداتون اومد. من تمام صداتون هست. پایان صحبت پایان بله. این هستش که جامعه بایستی بره اینها رو پاسخگو بکنه به جای فریب خوردن. بله سپاسگزارم دوستان. بعد از اتمام لایو دوم باز میشه برگردید که صحبت ها ادامه خواهد داشت. جناب قاسمی بفرمید. از الان تا پایان بله. لایو اول اول یه خواهش دارم از دوستانی که توی لایو هستن لطفاً پیج رنسانس ایرانی که جناب مهرمانی باش تشریف بردن بالا فکر کنم رنسانس باشه حتما دوستان رستاخیز برن و این پیج رو فالو کنن و حالا پیج های شخصی که میان دوستانی که میان بالا حالا بعد از این احتمالاً و صفحاتشون رو فالو کنید.
من اول بگم راجب اون شخصی که اومده بود نوشته بود که ایران ازیه نمیشه، جان مهربانی پاسخ داد، ولی دوست عزیز یا خوابی یا خودت بخوابی یا مشغول مکیدن ساندیست هستی. همین دو سال پیش، یک نیم پیش، ایران تجزیه شد عزیز من. دریای کاسپیان ایران از ایران جدا شد. شما سعید جان صدا شما قطع و وصل میشه. نمیخوای اینو بفهمی یا به قول معروف ماموریت داری که نفهمی. شما برو توی برنامه ملی جمهوری انگلستان آخوندی نقشه ایرانی که پشت سرشون میذارن رو نگاه کن، بعد اونجا متوجه میشه که دریای کاسپیان از ایران جدا شد. اگه اسمش جدا شدن، اگه این عمل اسمش تجزیه. جناب قاسمی فکر کنم شما اگه از اسکایپ بیای قطع وصل نشی بهتر، صدا تو دائم داریم. دوستان پیج جناب مهربانی کانال رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی رو صدای من اینجا داری؟ عالیه، بله صدا در من رو اسکایپ هست. آقای قاسمی گفتن این اکانت جناب مهربانی رو دوستانی که در رستاخیز سیمرغ هستن حتما فالو داشته باشید و برید فالو کنید. الان سعید جان صدات خوبه، بگو. من نمیدونم صدای من صحبتات اصلا شنیده شد نشد سری قبل. اگه از اول بگی، چون صدات قطع و وصل شد، یه دفعه شروع شد قطع و وصل شد. من از اول میگم اون دوستمون که اون شخصی که اومد نوشت که ایران هرگز تجزیه نمیشه، ایشون یا خوابه یا خودشو به خواب زده، یا اینکه ماموره که نفهمه و ماموره که گمراه کنه. ایران یک سال و نیم دو سال پیش توی طرحی به اسم رژیم حقوقی دریای خزر، اگه یادتون باشه، ایران جود دریای کاسپیان از ایران جدا شد. برید توی شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری انگلستان آخوندی، حتی رو سایت ارتش، سپاه و دیگر ارگان‌های جمهوری اسلامی، وقتی نقشه ایران رو می‌بینید، دریای کاسپیان ایران رو چون دیگه اونجا بالا نمی‌بینید، سهم ایران رو دیگه نمی‌بینید. این اسمش تجزیه است. حالا اگر نمی‌خوان اینا بفهمن، یه بحثی دیگه است. اما برای یادم بیام به صحبتی که بانو عتکی سوالی که پرسیدن، ممکنه سوال خیلی از دوستان دیگه هم باشه که چرا ما با علی جوانمردی و جوانمردی ها دشمنی داریم. ببینید دوستان، بحث ما علی جوانمردی، یعنی شخص جوانمردی یا شخص حسین بور یا شخص شریعت مداری و امثال این اراذل و باش تجزیه طلب نیست. بحث ما یک بحث کلی در مورد سناریوی مافیای جهانی در مورد ایران که این حرکت از سال 1357 آغاز شد، گام اولش با جمهوری اسلامی برداشته شد، زمین چینی و زمین سازی برای تجزیه ایران رو جمهوری اسلامی در داخل ایران انجام داد با نارضایتی هایی که در سراسر ایران شکل داد، از عمد انجام داد. یعنی شما فکر نکنید اگر امروز خوزستان، استان خوزستان ایران آب نداره، هوا نداره، مردمش در یک همچین فرقی به سر میبرن، شما فکر نکنید اینو جمهوری اسلامی سهوا انجام داده. نه، جمهوری اسلامی از روی مأموریتش انجام داد. اگر ببینید در سیستان و بلوچستان ما اوضاع هموطنان رو به این صورته، اینو فکر نکنید جمهوری اسلامی سهوا انجام داده. نه، جمهوری اسلامی عمدن انجام داده. من یه مطلبی رو تو برنامه‌های گذاشتم گفتم، الان تکرار میکنم. کسایی که میان میگن جمهوری اسلامی عدم کفایت و عدم مدیریت جمهوری اسلامی باعث این شده که ایران امروز به این روز بیفته، من اتفاقا صحبتام ندارم، برعکسه. جمهوری اسلامی تو مأموریتی که بهش دادن بهترین مدیریت رو داشت در نابودی ایران. یعنی شما هیچ کشوری رو، هیچ رژیمی رو، هیچ قبیله ای رو نمیتونید پیدا کنید که ظرف 43 سال ایرانی که سال 57 در اون جایگاه، از هر نظری که بخواید نگاه کنید، ایران رو ظرف 43 سال با این مدیریت بیاره و به این درجه از نکبت و بدبختی و فقر و فروپاشی کشور ایران برسونه. بنابراین جمهوری اسلامی مدیریتش اتفاقا مدیریت دقیق و روی حساب کتابی بود، اما منفی برای ملت ایران. این یه مطلب. مطلبی که داشتم توضیح میدادم اینه دوستان، ما بحثمون افرادی مانند جوانمردی ها نیست، ما بحثمون سناریویی که مافیای جهانی برای ایران شکل داده. اگر صحبت شاهنشاه آریامهر رو
قبل از سال 57 گوش کنید، ایشون صحبت از این میکنه که اینها میخواهند ایران رو ایرانستان کنند. منظور ایشون از اینها فکر نکنید یه آخوندی به اسم روح‌الله خمینی و نمیدونم صادق خلخالی و امثال این اراذلها باشه. نه، اینا مأمور اجرای سیاستی هستند که شاهنشاه آریامهر که روی میز شطرنج داشت با مافیای جهانی بر سرش میجنگید. متاسفانه تنها، متاسفانه نه مردم ایران اون روزگار فهمیدنشون چی میگه، نه بخش روشن فکرمون اومد و این صحبت رو در مورد اتفاقات با قول من رو رقم بگه به ملت، نه صدا و سیما و رادیو تلویزیون و روزنامه‌نگارای اون زمان. بنابراین این ایران را ایرانستان میخواهند بکنند رو شما شوخی نگیرید. اصلا نقشه مافیای جهانی اینه که در رأسش هم امروز متاسفانه کشوری هست به اسم اسرائیل. با مردمش کاری ندارم، صحبتم سیاست کشوری به نام اسرائیل که من بهش میگم موریانه خاورمیانه. 100 سال پیش اومده تو خاورمیانه و مشغول بلعیدن خاورمیانه است. و یک ایران یک پارچه با این عظمت و با اون شکوه سال 57 به درد این کشور و این کشورها نمیخورد، چون سایش انقدر بزرگ بود که تمام اینا رو در بر میگرفت. بنابراین باید اینو نابودش کنن. زنده اینکه شما توی ایدئولوژی و توی افکار صهیونیست و اسرائیل شما برید مطالعه کنید، میبینید که اینها دنبال یک وعده خیالی هستن که توی اون لجنامه‌شون اومده از نیل تا فرات و بعدش هم یک نقشه دیگه برای خاورمیانه کشیدن در دنبال خاورمیانه نوین که متاسفانه اینجا بخش‌های زیادی از ایران رو شامل اون خاورمیانه نوین میکنه، منتها با اسم کشورهای دیگر، یعنی از ایران جدا شده. حالا وقتی میایم این برای جریان رو نگاه میکنیم، میبینیم جمهوری اسلامی رو مافیای جهانی آورد. مثلا یک بخشی از این مافیای جهانی که ما تو رستاخیز سیمون افشا کردیم، بخش همین اصلاح طلبانیه که توی ایران به قول معروف به ملت ایران تحمیل شدن و 20 چند سال ملت رو سرکار گذاشتن. شما فکر کنید این پروژه اصلاحات و اصلاح طلبان رو کی وارد ایران کرد و کی کمکش کرد که به این شکل، حالا کلان که شکست خورد از رده خارج شد، اما کی کمکش کرد 20 چند سال بتونه دوام بیاره؟ کمپانی به اسم کمپانی سروس. شما وقتی میری کمپانی سروس و اعضای این کمپانی و افرادش رو چه در داخل چه در اپوزیسیون شناسایی میکنی، میبینی اینا دنبال یک ماموریتی هم و اون ماموریت هم همگام و هم صدا با جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی بخش عملیش رو انجام داده، زمین سازی برای نابودی و تجزیه ایران. اینها شعارش رو مرتب میگن و توی مجامع بین المللی هم متأسفانه بهشون تریبون داده میشه. مثلا در پارلمان سوئیس همین یک سال پیش شما میبینید تجزیه طلبان جمع شدن و یک انگلی به اسم شیرین عبادی هم دعوت شده اونجا و زیرش نوشته شده انجمن حمایت از ملیت‌های ایران. و اینا توی یک مسیر دارن میرن جلو. حالا من ایرانی و شما ایرانی دیگه این وسط برامون دشمن فرق نمی‌کنه کدومشونه. علی جوانمردی و علی جوانمردی‌ها دنبال تجزیه ایرانن. جمهوری اسلامی داره زمینه سازیش رو می‌کنه که این اتفاق بیفته. بنابراین برای من و شما ایرانی جفت اینها دشمنن. یعنی هیچ فرقی بین علی جوانمردی یا حسن شریعت مداری یا اسماعیل نوری علا یا حضرت پشتگویی یا دیگر تجزیه طلبان، هیچ فرقی بین اینها با احمد خاتمی و احمد جنتی نیست. جفتشون دشمن ملت ایرانن. حالا یه سوالی که دیگر دوستان پرسیده بود، نوشته بود استان خوزستان مردم اومدن بیرون چرا استانهای دیگه حمایت نمی‌کنن؟ بسیار بسیار سوال کلیدی و اساسیه که تا به امروز کسی بهش جواب نداده. من میخوام بهش جواب بدم. میدونید چرا مردم سیستان و بلوچستان امروز بیرون نیومدن؟ میدونید چرا مردم استان اصفهان بیرون نیومدن؟ میدونید چرا مردم استان فارس، استان یزد و مردمان بخشای دیگه ایران امروز بیرون نیومدن؟ دقیقاً به خاطر تبلیغات دو و منفی که افرادی مانند علی جوانمردی مرتب دارن میکنن. یعنی شما نگاه کن، اون کسی که توی یزد نشسته، اون کسی که توی اصفهان نشسته، اون کسی که توی شیراز نشسته، میترسه از قیام مردم خوزستان حمایت کنه، چون تبلیغات رسانه‌ای در خارج از ایران و در داخل جمهوری اسلامی به گونه‌ای شده که تا یکی از این استان‌های حاشیه‌ای ایران مردم جنب و جوشی میکنن و قیام میکنن، بلا فاصله انگ تجزیه طلبی رو اینو میچسبونن.
بنابراین مردم شیراز، دوستان شیراز نمیان بیرون، چون ایران براشون مهمه. مردم استان فارس نمیان بیرون، مردم استان اصفهان نمیان بیرون، چون ایران براشون مهمه و نمیخوان آب با آسیاب تجزیه طلبان بریزن. ببینید این وسط ملت ایران در دو سو ضرر میکنه. یعنی چی؟ یعنی از این ور جمهوری اسلامی فشار بهشون آورده، جمهوری اسلامی داره نابودشون میکنه. از این ور وقتی نگاه میکنن به رسانه‌های خارج از کشور و بخشی از اپوزیسیون بدفعال سیاسی، میبینن اینا که دنبال تجزیه ایرانن. مثلا شما نگاه میکنی یه انگلی به اسم حسین بور، یه الدنگ، یه لاغرهای به قول معروف دوزاری، میاد میگه من نماینده مردم سیستان و بلوچستانم، ما میخوایم کشور سیستان و بلوچستان رو مستقل داشته باشه. خب اینو بی بی سی بهش تریبون میده، اینترنشنال بهش تریبون میده، مناطق بهش تریبون میده، صدای آمریکا بهش تریبون میده، پاکستانی های لس آنجلسی هم بهش تریبون میدن. خب شمایی که توی این گرد نشستید فکر میکنی که واقعا یک همچین انگلی نماینده مردم سیستان و بلوچستانه و اینها دنبال فدرال و تجزیه کردن ایران؟ منظورم اینه که تبلیغاتی که این افراد میکنن باعث این شده که 31-32 استان ایران امروز اگر یک استان میاد بیرون اجازه ندن اون دیگر استان ها بهش بپیوندن. چرا؟ چون کارشون یه مقدارش هنوز مونده. شما برمیگردید رو قیام دیماه و قیام آبان ماه 96 رو هم میبینی یک شعار میهم پرستانه و وطن پرستانه از جلوی مسجد گوهرشاد مشهد بیرون میاد به اسم رضا شاه روحت شاه. بلا فاصله ظرف چند ساعت سراسر ایران قیام میکنن. مگه نکردن؟ مگه در سال 96 اتفاق نیفتاد؟ مگه در 98 اتفاق نیفتاد؟ چرا مردم چابهار به حمایت از مردم مشهد بلند شدن؟ حتی شهرهای بسیار کوچیک مثل شهر خمینی فریاد رضا شاه روحت شاد توش سر داده شد. چرا؟ چون شعار ملی بود، خواسته ملی بود، قیام ملی بود. حالا بعد از اون جریان اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا اومدن گفتن هر کی میگه جاوید شاه موتور جمهوری اسلامیه، پس چیکار کنیم؟ ما به اسم دموکراسی باید بیاییم حقوق ملیت های ایران رو به رسمیت بشناسیم. خب این تبلیغات دو سال انجام شد. محمد خاتمی هم اومد گفت فدرالیسم بهترین نوع حکومت، دیگران هم اومدن همین حرفو زدن. حالا مردم ایران نشستن، یک ویدیوی از استان خوزستان میاد بیرون، من ایرانی وطن پرست میترسم این ویدیو رو پخش کنم. چرا؟ چون یه آشغالی به اسم یوسف ولیتراب میره میشه توی اینترنشنال و میگه اینها دنبال استقلال و نمیدونم خودمختاری برای کشورک احواز هستن. سعی جان یکی دو دقیقه دیگه. من اینو حمایت کنم، ساپورت کنم. چون یه انگلی به اسم اثر شریعت مداری میاد تو میشسته میگه اینها دنبال استقلال خود مختاری. در صورتی که مردمی که توی خیابون اومدن آب ندارن، اومدن دارن میگن ما تشنه ایم، آب نداریم. هیچ کدوم نمیگن زبان مادری. هیچ کدوم نمیگن استقلال. هیچ کدوم نمیگن خود مختاری. اصلا امثال عزیز ولی تروف رو جزء موجودات زنده حساب نمیکنن. اما تبلیغاتی که امثال جوان مردی ها و دیگران میکنن این شعر رو به وجود میاره که نکنه اشتباه کنیم، نکنه کاری بکنیم که توی سیاست تجزیه طلبانه مافیای جهانی ناخواسته کمک کنیم. بنابراین اینجاست دوستان هموطنان که ما میایم میگیم آقا امروز بیا یک شعار ملی، شعار واحد، یک شعار همگانی میهم پرستانه سر بدید. شما فکر کن اگر در استان خوزستان رضا شاه روحت شاد فریاد زده بشه، من به شما قول میدم 24 ساعت نشده کل ایران بلند میشه. اما چرا نمیذارم این اتفاق بیفته؟ سعید جان الان لایو تموم میشه، این جمله رو ببندش که تا لایو دوم. چرا نمیذارم این اتفاق بیفته؟ چون اینها سالهاست برای این پروژه تجزیه ایران هزینه کردن و خوشبختانه 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 ملت ایران تو دهن این سناریو و این به قول معروف مجریان این سناریو زدن. برید تا قسمت بعدی حالا دوستان صحبت کنیم. دوستان با هم دیگه بریم توی لایو دوم ادامه این صحبت ها. کسانی که پرسشایی که دارید اجازه بدین بعد از این صحبت ها تموم شد پرسش هرچی دارید بهشون پاسخ خواهیم داد، عجله نکنید. کسانی هم که تمایل دارن اعلام میکنید، میتونید اد کنید، درخواست بفرستید، بید بالا پرسشتون رو مطرح کنید. به خیلی از پرسش‌ها یا مطالبی هم که اینجا نوشتید در لایو دوم
جواب داده خواهد شد. خوب 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 یه نکته رو فقط بگم عزیزان و همازورانی که برنامه رو دارن میبینن، این اکانت دوم جنبش، اکانت کمکی جنبش هست. اکانت اصلی جنبش الان در حال حاضر زیر ریپورت شدید همین تجزیه طلبها و تحول خواها و اینها هم با این مافیای جهانی دست به یکی هستن و ماها رو هر چند هفته یه دفعه بلاک میکنن. من به خاطر همین هم هستش که این اکانت دومو زدیم. این رم مهر ورزیدن جناب کمالپور و جناب قاسمی گفتن فعالو بکنید، وقتی اکانت اول کار بیفته ما با این اکانت فعالیت داریم. سپاس از همیارم. حتما دوستان این کارو بکنید. من چند تا مطلب خیلی کوتاه بگم تا جناب قاسمی ادامه صحبت ها رو بدم و جناب دکتر مهراد هم رو خط هستن صحبت بکنن. دیدم یک عزیزی نوشته که شما اگر میهن پرست بودید الان در داخل ایران و جلوی صف براندازان بودید. ما در رستاخیز سیمرغ بارها بارها گفتیم براندازی اصلی جمهوری اسلامی در خارج از ایران باید اتفاق بیافته. در خارج از کشور کسانی که جرئت نمی‌کنند برید امتحان کنید. هیچ صحبتی نه از موساد میکنن نه از اسرائیل میکنن، نه صحبتی از نقش اسرائیل در سال 57 نه در ادامه بقای جمهوری اسلامی در طول این 43 سال. پیمانهایی که پشت پرده دارن با جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی میبندن پشت سران برای نابودی ایران، برای تقویت اسرائیل، هیچ کدوم از اینا صحبت نمیکنن. به یک دلیل که میدونن این طرف اگر صحبت کنن زده شدنشون به خیلی راحت‌تر از اینی که تو ایران باشن. وقتی که ما جلو دوربین میشینیم حرف میزنیم و میاییم برنامه‌های اینا را افشا میکنیم برای همیانانمون، کاملا بولدیم. اینجا ایران نیستش، به راحتی آدرس ها رو میتونن در بیارن، آدرس ها رو دارن. اینجا ایران نیستش که امروز شما از توی یه خونه بیای بیرون بره توی یه کوچه اون ورتر هیچ کس پیدات نمیکنه. اینجا اروپاست که در هر کشوری در اروپا به راحتی با یک اینتر تمام آدرس و مشخصات و بیوگرافیت میاد بیرون و در نهایت موقعی که به تعینا برسن دیدید میزنن و شوخی هم نمی کنن. توی ایران اگر بودیم به عنوان برانداز فعالیت میکردیم. در دیمای 96 و آبان 98 چه تعداد برانداز رفتن تو خیابون؟ شما از کجا میدونید که اگر ما در ایران بودیم امروز زنده میموندیم، جز اون جانباخته ها نبودیم و یا نه جز زنده ها بودیم و برای سری بعد آماده میشدیم؟ کاری که اینجا داره انجام میشه با کاری که براندازا دارن در داخل ایران انجام میدن کاملا مکمل هم دیگه است. باید همزمان صورت بگیره. این واژه‌ای که شما بیرون گود نشستید میگی لنگش کن، شما اگر جرأت داشتید بیرون نبودید میومدید داخل، این یک واژه اطلاعاتی برای ایجاد تفرقه است. کسانی که اندکی خرد داشته باشن روزی 2 دقیقه مطالعه داشته باشن در رابطه با اتفاقات و حوادث سیاسی و تروریستی در اروپا و آمریکا، هیچ زمانی این واژگان رو استفاده نمی کنن در زمان مبارزه. مگه روح الله خمینی از داخل ایران اومد اون گندو به بار آورد برای کشور ما؟ مگه تو ایران بود؟ قبلش که نجف بود، 6-7 ماه قبل از 57، 12 بهمن 57 رفت فرانسه نوفل دو شاتو. یک مقدار اون سایبری ها از مغزتون استفاده کنید. من فکر میکنم که بالاخره همه یه روزی میمیرن، اما حیف مغزتون آکبند بره پایین زیر خاک خوراک مار و مور بشه. همین الان استفاده کنید یه مقدار. یکی دیگه این که دیدم یک دوست دیگه نوشته بود که شما به فکر اتحاد نیستید و تا زمانی که با هم متحد نشید. آقا ما به چه زبانی بگیم؟ 5 سال 6 سال زبون و مو در آورد به جایی که رو کلمون مو در بیاره که آقا ما به دنبال اتحاد نیستیم. چرا نیستیم؟ کی گفته من نوعی باید بیام برم با دزد خونم
متحد بشن. کی گفته من باید بیام برم با کسی که قصد داره خونه منو تجزیه بکنه جدا بکنه متحد بشن؟ سال 57 یه سری دزد و قاتل و سارق اومدن رفتن توی خونه ما، صاحب خونه رو بیرون کردن و بعد نشستن اونجا شروع کردن تقسیم غنایم. خیلی از اهالی منزل رو کشتن، خیلی ها رو زندانی کردن و خیلی ها رو هم مجبور به فرار از خونه کردن، مهاجرت کردن، هجرت اجباری. دزدان و قاتلانی که تو خونه ما نشستن سال 57 سر تقسیم غنایم که کدوم اتاق و کدوم اموال مال اونا باشه با هم درگیر شدن، عده‌شون اومدن بیرون از اون خونه. حالا همون دزدا اومدن مدعی شدن که آقا بیایید با ما متحد شید، ما میخوایم اون دزدا رو بیرون کنیم. آقا شما خودتون با این قاتلا و دزدا ایران رو نابود کردید، حالا کدوم آدم احمقی میتونه قبول بکنه که من بیام برم با دزد و قاتل خونه خودم و فرزندان و خانواده خودم متحد بشم؟ ایران، این جمله یک جمله‌ایه که میخوام بهتون بگم که فکر میکنم تا الان بیان نشده جایی و مطمئنم که بیان نشده. اینم یه جزوه ای که از جملات تاریخی رستاخیز سیمرغ. ایران تنها کشوریه که 85 میلیون شاهزاده و پادشاه داره، چون همه دارن عدد شاهزاده رضا پهلوی رو در میارن. آقا ایشون پادشاه مملکته، قرار نیست همه پادشاه باشیم شاهزاده باشیم. یک سری ها عمدن میان از این واژگان تله سازی میکنن که براندازان رو به تله بکشن، اما اونایی که سرباز واقعی هستن چرا باید تو تله گیر بکنن؟ کسانی که میدونن میفهمن. مثال جنگی میزنن، بارها گفتیم ما الان با جمهوری اسلامی و تمام مافیا در حال جنگیم. وقتی ما نشستیم در پشت خاکریز داریم دشمن رو میزنیم و میدونیم که فرمانده ما در کمپ اسرا هست و دشمن میتونه اسلحه رو بذاره پشت سرش بگه این صحبت رو بکن، این کار رو بکن، اینجوری رفتار کن، و فرمانده ما مجبوره میگه رضا مهربانی اسلحه تو بکش بذار رو شقیقه مهران بزنش، رضا مهربانی چیکار میکنه؟ مهران رو میزنه یا میگه نه فرمانده من در اسارت کد داد به من میگه بزن تو شقیقه دشمن، دشمنتو بزن. اینه که بحث اتحاد، ما دنبال اتحاد با هر بنی بشری نیستیم. اگر ما خیلی عرضه داشته باشیم، تمام پادشاهی خواهان در طول این 43 سال تلاش کردند، جمهوری خواهان تلاش کردند که همبستگی ایجاد بشه، تو این 43 سال نشده. این واژه دموکراسی، واژه همبستگی، دقیقاً نخودسیای براندازی که وجود خارجی نداره. اگر ما در این 43 سال یاد می‌گرفتیم حول محور پادشاهی جمع بشیم، همه می اومدن جمع می شدن، از چپ و تروریست و همه این گروه هایی که قبلا دزد و تروریست بودن جمع می شدن و ما سالی دو بار تا حالا جمهوری اسلامی رو سرنگون کرده بودیم، تموم شده بود. اینقدر حاشیه نمی رفتیم، یکی بره دنبال حسن شریعت مداری، یکی بره دنبال محسن سازگارا، یکی بره دنبال علی جوانمردی، یه سری برن دنبال سگ و شغال و عرازل و اوباشی که همه معلومه از کجا دارن پول میگیرن و تغذیه میشن. ایران تیکه و پاره بشه، مردم از گرسنگی و تشنگی دارن کشته میشن. آخرش هم چی؟ عاقبتی که 6 سال پیش یک بار، 4 سال پیش بار دوم، 2 سال و نیم پیش بار سوم ما گفتیم کاری که جمهوری اسلامی به دستور مافیا داره انجام میده یک چیز هست و اون اینه که از جنگ گریزی نیست. و متاسفانه امروز دو جنگ ایران رو داره به خطر میندازه: حمله نظامی خارجی، جنگ داخلی همراه با قطعی خوش‌سالی. اینا رو دقت کنید.
جناب قاسمی شما صحبتاتون تو بخش قبل به آه یه مطلب دیگه در رابطه با علی جوانمردی این آقا نوشت، زنده با جوانمردی، اینم بگم علی جوانمردی باید روی کردها تأثیر بذاره برای تجزیه، بنابراین صحبتهای تجزیه طلبانه شو فقط با زبان کردی مطرح میکنه که بتونه از حس ناسیونالیستی کردی در اون منطقه استفاده کنه و به پشتوانه همین زبان کردی تأثیر بذاره رو افکار همیهنان میهن‌پرست ما در منطقه های کرد زبان، وگرنه در بخش فارسی جرأت نمی کنه همچی حرفی رو بزنه، میاد کلک میزنه میگه این ویدیو رو تخطی کردن، ویدیو در رابطه با این بوده. آقا شما در همین 3 دقیقه صحبتی که کردی ویدیوش منتشر شده حداقل 27 تا جمله گفتی که منفک از همه، من کارم ادیت، به من نمیتونی بگی، شاید خیلی از همیهنان ساده اندیشو بتونی فریب بدی ولی ما رو که نمیتونی فریب بدی، ما کارمون محتوا سازیه. بنابراین شما 27 جمله ای گفتی که آغاز و پایان داره، نقطه پایان گذاشتی رفتی جمله بعد، کی اومده تختی کرده؟ پس اینه که شما نباید فریب بخورید. جمهوری اسلامی استاد در فریب دادن. علی جوانمردی تا الان 20 بار تیتر زده خبر فوری، خبر فوری، علی خامنه ای مرد، 20 بار تا الان علی خامنه ای رو کشته. از این به بعد من فکر کنم باید بیاد بنویسه خبر فوری، خبر فوری، علی خامنه ای یه بار دیگه مرد، علی خامنه ای دوباره مرد. آقا خجالت بکشید. اصلا من نمیدونم، تردستی نیاز نداره که شما بلد باشید که بفهمید این اطلاعات، این حرفا چیه. سعید جان شما صحبت ادامه داره یا نه؟ آقا من کلا 10 دقیقه صحبت کردم. جناب مهربانی اضافه کن. آره اضافه کردم. من یه مطلبی بگم، صحبتی که جناب کمالپور کرد ما دنبال اتحاد و همبستگی نیستیم، این منظور در خارج از ایران با این اراذلی که اسم خودشونو گذاشتن اپوزیسیون، این منظور اینه دوستان، تو تفاهم نشه. بله. همبستگی ملی باید و باید و باید بین مردم ایران در داخل ایران شکل بگیره و اون همبستگی ملی هم که پادشاه ایران بارها و بارها در مورد صحبت کرده و همین دیشب پریش هم بود که در دفاع از مردم خوزستان توی زدن از هشتک همبستگی ملی استفاده کردن، منظور ایشون و منظور ما و کلن صحبت سرن اون همبستگی داخل ایرانه که اگر مردم خوزستان اومدن بیرون و دارن فریاد میزنن، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاهان، آذربایجان های ایران و بقیه ملت ایران به این حرکت بپیوندن، همبستگی ملی که ما ها دنبالشیم و فریاد میزنیم بگیم آقا اگر میخواید حرکتی انجام بدید باید یک شعار ملی و میهنی داشته باشید، اینجا اینه داخل ایران. گفتم من تو صحبت قبل در مشهد در جلوی مسجد گوهرشاد رضا شاه نوحتشاد فریاد داده شد، فریاد زر داده شد به 24 نکشید ساعت نکشیده کل ایران 148 شهر ایران همزمان بلند شدن و از این قیام حمایت کردن. این اون بهش میگن همبستگی ملی. اون همبستگی ملی شعار ملی میخواد، خواسته ملی میخواد و فریاد ملی میخواد. اما اینی که جناب کمالپور گفتن ما دنبال اتحاد و همبستگی نیستیم، به خاطر اینه که ما با اپوزیسیون هایی که یا افرادی که اسم خودشون رو گذاشتن اپوزیسیون در خارج از ایران به هیچ عنوان با اینا نمیشه، چون اینا نیومدن که همبستگی داخل ایجاد بشه، اینا اومدن اتفاقا همبستگی داخل ایران امکان پذیر نشه. چرا؟ مردم توی خوزستان میان بیرون، علی جوانمردی میاد میگه ایران دشمن کردهاست، نمیگه جمهوری اسلامی، میگه ایران دشمن کردهاست، دارید میبینید و میشه. اما من یه مطلبی میگم برای طرفدارای علی جوانمردی و دیگرانشون، آقا خیلی ساده است، صغرا کبرا چیدن نداره آقا جوانمردی، شما بیا رسما ویدیو لایک بذار، پرچم شیر خورشید ایران که هیچ ربطی هم به پادشاهی ایران نداره، پرچم ملی ایران رو کنار دستت بذار، یک بار برای همیشه بیا جلوی دوربین بگو من علی جوانمردی به تمامیت ارضی ایران ایمان دارم و براش می‌جنگم،
یه بار بیا بگو یه جمله است. اگر شما اومدی اینو گفتی بابا حزب دموکرات و حزب کمله و اسرائیل جون و عربستان جونه گذاشتن دیگه دلار بدنن، من میام به قول یارو گفتنی هر چی شما میگی انجام بدم. آقای جوانمردی برید توی کامنتاش، برید توی صفحاتش ازش بخواد بگید آقای جوانمردی اصلا همه دنیا مزدور، همه پادشاهی خواهان هم مزدور، تو یکی وطن پرست. آقا بیرون بیرون رسما پرچم شیر خورشید رو بذار، بگو من به عنوان یک ایرانی کرد از تمامیت ارضی ایران دفاع میکنم، برای حفظ تمامیت ارضی ایران میجنگم. یه جمله است دیگه به همین سادگی. ببین چیکار میکنم. بفرمایید آقای دکتر مهراد تشریف. من یه نکته قبل از که دکتر آغاز کنم من میتونم چند تا نکته بگم؟ بفرمایید. گزارش شما دکتر. ببینید جناب قاسمی خیلی صحبت قشنگی رو کرد و کاملا هم درسته. اینطوری شبهه‌ها هم برطرف میشه، برای همگان هم آشکاره. مثلا من به عنوان یک ایرانگرا و میهن پرست ابایی ندارم این صحبت رو بکنم. بارها و بارها من گمان میکنم که هیچ میهن پرستی ابایی نداره که بگه آقا جانم فدای ایران. هیچ میهن پرستی ابایی نداره پرچم ملیشو بگیره ببوسه. چیه؟ این افتخارم ها. خب ایشون اگر واقعا در پی هم چیزایی نیست این کارو بکنه. ما یه پست گذاشتیم و یک پویشی رو به ایشون پیشنهاد دادیم در همین زمینه. پرچم شیر خورشید عزیزان یک پرچم ملی هست، یک پرچم تاریخی هست، ارتباطی به حکومت پادشاهی و جمهوری و نمیدونم فلان نداره. کسی که باورمند به ایران هست، باورمند به ایران زمین هست، باورمند به تمامیت ارضیش هست، باورمند به رشد و آبادی و سرافرازی ایران هست، پرچم شیر خورشیده. دقیق فرمودی؟ ارتباطی هم به حزب نداره. اما یه نکته من اینجا عنوان کنم، اون همیهن گرامی، شمایی که فکر میکنیم ما از کره مریخ افتادیم در خارج از ایران، شما سال 78 تو جریانات کوی دانشگاه شما کجا بودی؟ من مطمئن هستم داشتی پستونک میک میزدی یا داشتی انون لیله بازی میکردی و پفک میخوردی. شما گمان میکنید مثلا ما از کره مریخ افتادیم در خارج از ایران؟ شما گمان میکنید ما در این تبعید ناخواسته و اجباری که قرار داریم از روی دلخوشیمون هستش؟ شما گمان میکنید امروز که در اروپا شنبه تعطیل هست، فردا هم یک شنبه تعطیل هست، آخر هفته هست، اینجا کم بار و کلوب و نمیدونم دیسکو و سینما و تئاتر و موسیقی و کنسرت هستش که ما نتونیم از اینا بهره ببریم؟ شما واقعا اینطوری گمان میکنید؟ برای چی نشستیم الان در این ساعت به جایی که در کلوبمون باشیم، به جایی که در کنسرت و موسیقیمون باشیم، به جایی که در سینما یا تئاتری باشیم بتونیم استراحت بکنیم، چرا از ما الان اینجا نشستیم داریم هرس میخوریم برای ایرانمون، داریم فریاد میزنیم، هزار یک انگ و تهمت هم داریم به جون خودمون میخریم؟ ها شما چی فکر کردی برای خود سال 78 کجا بودی؟ جریان کوی دانشگاه کجا بودی؟ جریان همون سال 78 22 تیر در درگیری های پارک لاله شما کجا بودی؟ کجا بودی شما؟ بنابراین این یاوه‌هایی که شما دارید میگید، ضمن اینکه ما خارج از ایران منعکس کننده صدای تمام اون مردم دربند هستیم، این همه تظاهرات، این همه راهپیمایی، این پل ارتباطی، ضمن اینکه جلوی این مافیای جهانی هم ایستادیم، شما گمان میکنید که مثلا همین بحث ایرانگرایی از روی کره مریخ افتاده در ایران، الان بسیارانی صحبت ایرانگرایی رو میکنن؟ شما کجا بودی اون موقع که ما خیزش های پاسارگاد رو ترتیب میدادیم؟ شما کجا بودی اون موقع که ما جشن های ملی رو در سرسر ایران هماهنگ میکردیم و برگزار میکردیم؟ شما کجا بودی زمانی که مرد رندی اومد تظاهرات حکومتی مشهد عزیز سال 96 جلوی مسجد گوهرجان یک تظاهرات هماهنگ شده حکومتی بود که علم و هدیه هم ترتیب داده بود بر ضد دولت
اون زمان. خب این جنگ قدرت که بین خودشون هست، یه مرد رندی اومد اونجا به یک باره گفت آقا رضا شاه رو حرف شد، ایران به پا خواست. خب در همون زمان تمام رسانه‌های خارج از ایران شعارهای ملی مردم و شعارهای میهن پرستانه و ایرانگرایانه و پادشاهی خواهانه رو شروع کردن سانسور کردن. همین شهرام مبایل شالاتان این شعارها رو پخش نمی‌کرد. ماها بودیم که این شعارها رو پخش می‌کردیم، دستبندی می‌کردیم، می‌بردیم به اتحادیه اروپا، می‌فرستادیم به سازمان ملل، می‌فرستادیم به بنیادهای حقوق بشری و و و و در همه خیزش ها هم این کارها رو انجام دادیم. شما کجا بودیم اون موقع؟ شما کجا هستید الان؟ بنابراین این حرفا، اینجور کامل نوشتن ها دو تا حالت داره، یا از سوی جمهوری اسلامی هست یا از سوی تجزیه طلبان ایران ستیزان هستش، به همین سادگی. ضمن این که کسایی که میان میگن آقا شاهزاده اینطوری گفته، الان شاهزاده اینطوری گفته، این اشخاص اشخاصی هستن که اتفاقا میخوان پادشاهی ایران رو به گونه‌ای در ذهن مردم جا بندازن که یعنی دیکتاتوری، یعنی ولایت فقیه. نه خیر، پادشاهی نه ولایت فقیه هستش نه دیکتاتوری هستش. در طول تاریخمون شما شاهنامه رو که میخونی سر تا سر مردانگی و پهلوانی قهرمانانی رو میبینی که جلوی شاه ها واستادن، جلوی پادشاهان زمان خودشون واسن گفتن آقا داری اشتباه میکنی، تو شاه ما هستی ولی داری اشتباه میکنی، این کار اشتباهه، این کار رو باید انجام بدی. دقت فرمودید؟ بنابراین پادشاهی نه ولایت فقیه هست، نه نمیدونم موسولینی هست، نه استالین هستش. شما چپی های پس فطرت اتفاقا اینطوری هستید، شما اسلامیست های پس فطرت این فکر رو داریم. ما با شاهزاده نه پیوندی داریم، نه در ارتباط هستیم، نه کاری با ایشون داریم، نه ایشون به ما دستوری میده. ما سرباز میهن هستیم و بر اون پایه حس میهن پرستیمون هم کارامون رو انجام میدیم. دقت فرمودی؟ اگر یک جا هم پادشاهمون اشتباه کنه اتفاقا بهش میگیم، جلوش ما نیستیم. هیچ چیزی بالاتر از ایران نیست، هیچ چیز بالاتر از ایران نیست، حتی شاه هم بالاتر از ایران نیست. دقت فرمودی؟ بنابراین ما اصلا با نه با کسی تعارف داریم، نه با کسی شوخی میکنیم و اثر مواضع میهن پرستیمون هم به هیچ عنوان پایین نمیاد و با هیچ کسی هم گفتگو نخواهیم کرد بر سر این موضوع، به خاطر اینکه اینها اصل هستن، اینها اصول هستن. شما بر سر اصول نمیتونی گفتگو کنی، نمیتونی چانه بزنی. شما بر سر جان وجودی یک موضوع که نمیتونی چانه زنی بکنی که. دقت فرمودی؟ بنابراین این موضوع رو هم عنوان کردم که پادشاه یک کشور نه ولی فقیه هستش، نه استالین هستش، نه ماو هستش، نه کسی دیگه. دقت فرمودی؟ و ما هم نقش و وظیفه خودمون رو بر مبنای احساس میهن پرستیمون انجام میدیم. و اینکه کسایی که میگن پشت شاهزاده نام شاهزاده قایم میشن، پشت نام شعبانو قایم میشن، اینها به خاطر اینکه از وجود در درون خودشون، در وجود خودشون هیچ چیزی برای ارائه و گفتن ندارن، مجبور هستن که این یک نقابی رو به چهره خودشون بزنن که پشت یک گفتمانهای دیگه پنهان بشن. اینا یک آدمای مغز توهی بی وجودی هستن که اصلا صحبتی برای گفتن هم ندارن. پوزش محمد خواستم اینو عنوان کنم. بفرمایید. آقای دکتر مهراد اگر هستید آماده باشید. سه تا مسئله، یکی از دوستان پرسید چرا جواب کامنت ها رو میدید. خب ما باید وظیفه‌مون رو جواب همیهنانمون رو بدیم، اگه جواب ندیم خب ما هم میشیم مثل جمهوری اسلامی و خیلی از این آقایونی که بیرون دارن کار میکنن و جواب همیهنان رو نمیدن، مثل جواب مردی تجزیه طلب و قومی نژاد نمیدونم تحول ها، مثل این جانوران میشن. دو اینکه یکی نوشته بود که نمیدونم اسلحه بدید و نمیدونم فلان. اولا که ما دنبال جنگ مسلحانه نیستیم، راهکار ما برای گذر از جمهوری اسلامی فقط نافرمانی مدنی هست، فقط راهکارهای مختلف اونم با نافرمانی مدنی 100% خشونت پرهیز، دفاع مشروع جای خودش، اما ما دنبال جنگ مسلحانه اصلا نبودیم، نیستیم و نخواهیم بود. راسته این که گفتن یه دعوت به مناظره کنید، ما اولین بار 3 سال پیش 4 سال پیش علی جوانمردی رو
دعوت به مناظره کردیم نیومد. بعد از اتفاق ورشو که تو دهنی خورد از من، باز دوباره دعوتش کردیم نیومد. باز یک بار دیگه این علی تجزیه طلب رو دعوت کردیم به همراه 8 تن دیگه که باز هم نیومد و خودش میدونه کیه، میدونه اگر بیاد تو مناظره به قول آقای قاسمی ولش کن، نمیگم اصلا استخونی براش نخواهد مون. آره وجود نداره. اینه صحبت های یک طرف از میان میشنن یه گیابه رو پرت میکنم میرن و چون مهری به میهن ندارن، ارقی به وطن ندارن و اون شرافت لازمم ندارن و وقی هم هستن، راست و دروغ و دوغ و دوشاب و چرت چیابو و نمیدونم اینم تعویل میدن و میره پیکارش تموم شد. آقای دکتر شما فکر میکنید که الان شرایط خوزستان با توجه به این که بعد از اعتصابات در بخش‌های مختلف شرکت نفت و پتروشیمی و سرکوهای نفتی و پالایشگاه وقتی پیوند خورد به این اعتراضات گسترده و قطعا تا اینجا هم که اطلاع داریم چندین شهر دیگه هم بلند شدن، فکر میکنید که چه نقشی رو این افراد یا گروه هایی که به دنبال تجزیه در اون منطقه هستن میتونن برای انحراف ایجاد بکنن، کارهایی رو انجام بدن که همینان اون در مناطق خوزستان که شهر مختلف خوزستان حواسشون بیشتر جمع باشه؟ خواهش میکنم. من درود دوباره میگم به شما و همیهنان گرامی، همتباران و همزبانان گرامی. ببینید دوستان، در بسیاری از جوامع بشری در زمان سختی مردم فرای از اون باور دینی یا تباری که بهش تعلق دارن به همدیگه نزدیک میشن، تلاش میکنن با هم همدردی بکنن، به همدیگر کمک بکنن، به ویژه اگه همه اون تیره ها و پیروان اون باورها زیر یک فشار باشن. امروز در خوزستان علارغم اینکه سالهاست که جمهوری اسلامی عبری عربی برپایه هم دستوری که از مافیای جهانی داره و استخبارات یا وزارت اطلاعات برخی کشورهای عربی و موساد اسرائیل و میت ترکیه ویرانگری های بسیاری در زمینه جدایی افغانی میانه ایرانیان در خوزستان انجام دادن، مردم بسیار با هم نزدیکن. شما ببینید، ما شمار بالایی از هممیهنان عرب زبان رو داریم که برای رها شدن از آب آلوده و هوای آلوده در این سالها به کرج، شاهینشهر، استان اصفهان، مشهد، به تهران، شیراز و شهرهای دیگه کوچ کردن و با دیگر ایرانیان آمیخته شدن. صدها هزار ایرانی عرب زبان با غیر عرب زبان ازدواج کردن. این قالی زیبای رنگارنگ چنان در هم تنیده شده که امکان گسستنش به این آسانی نیست، یا باید کسی لجبازانه به جان این قالی با یک کارد تیزی بیفتد یا اینکه باید اون رو به آتش بکشد. به آسانی نمیتواند با نوازش کردن یا با مشت زدن به این قالی این رو از هم بگسلاند. من این رو بگم، در دوره خاتمی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تصمیم گرفتن از مسائل قومی بهترین بهره‌وری رو برای مشارکت مردم در انتخابات ببرن. در دوره خاتمی فردی مانند یوسف عزیزی بنی طرف که در زمان شاهنشاه کمونیست بود و بعد دستگیر شد پس از شورش 57، تواب شد، با نهادهای امنیتی همکاری کرد و سپس اصلاح طلب شد، رو به وزارت اطلاعات دعوت کردن، ازش خواستن باشون همکاری کنه که یک حزب قومی در خوزستان تأسیس بکنند، که این یک نمونه بی‌نظیر و بی‌مانند در پستی و ایران ستیزی است که وزارت اطلاع در دوره خاتمی از برخی از چهره‌هایی که اینها یا بیشترشون هم چپی بودند و تواب شده بودند و جمهوری اسلامی با جمهوری اسلامی سالها همکاری می‌کردند، رو به وزارت اطلاع دعوت کردند که بتونن حزب قومی درست بکنن. حزب قومی هم به نام وفاق اسلامی درست شد. شهری مانند اهواز رو پوزش میخوان به لجن کشیدن، هیچ کاری برای مردم اهواز نکردن، کلان شهری که امروز 1,200,000 نفر جمعیت داره و فقط یک سری هر جا زمین خالی پیدا کردن نخل کاشتن که به شهر از دید خودشون یک چهره عربی بدن و اندکی شاید هم میهنان عرب زبان ما رو راضی بکنن، یعنی و دقیقا هدفشون جدای افکنی میانه ایرانیان
ایرانیان در استان خوزستان از تیرهای گوناگون بود. یعنی شما ببینید جو رو در خوزستان به شیوهی اینها راهنمایی و هدایت کردن که غیر عرب در زمان انتخابات بره به غیر عرب رأی بده و در یک لجبازی یا رقابتی با همیهنان عرب زبان باشه و همیهنان عرب زبان ما هم برن به اون کاندید عرب زبان رأی بدن. امروز شما ببینید همچنان که در بخش نخست سخنانم گفتم همیهنان گرامی، گروه های تجزیه طلبی که بخشی از اونها دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن و اصلا جمهوری اسلامی بهشون بودجه میده باشون کار میکنه و اینا رو برخی از سرانشون رو با سلام و صلوات از بیرون از ایران فرستاده، اون هم به چه هدفی؟ بذارید این رو من برای شما بگم، چون من بارها از من پرسیده شده خب اینها چه سودی برای جمهوری اسلامی عربی دارن. اینها خب میرن اونجا هم افزون بر ناسزای به ایران و ایرانی و تلاش برای تجزیه و تاثیرگذاری روی افکار عمومی برای نمونه همیهنان عرب زبان در خوزستان، خب دارن از جمهوری اسلامی هم انتقاد میکنن. نه همیهنان گرامی، جمهوری اسلامی دو هدف داره. یک، شما ببینید یک رودخونه که داره از مسیر میره، شما وقتی در سر راهش در رودخونه در روستاهای گوناگون از شاخه های جویبارهای کوچکی برای آبیاری زمین های کشاورزی جدا میکنن، این رودخونه وقتی که یک چند صد کیلومتر بگذاره دیگه اون رودخونه‌ای که اون بالا دست چند صد کیلومتر بالاتر به اون گونه خروشان و پر آب بود نیست. امروز هم همین جریانه. یعنی شما ببینید به جایی که بخشی از همیهنان عرب زبان ما با بخش‌های دیگر ایران با هم همبسته بشن، کار گروهی بکنن و بتونن جمهوری اسلامی عربی رو ریشه‌کن بکنن، افتادن به دام همین کسانی که دارن سرانشون رو جمهوری اسلامی تخلیه میکنه و بهشون کمک کرده و اصلا آموزششون داده و با نهادهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی همکاری داشتن. یعنی هی دارن جویبار جویبار از این رودخانه خروشان دارن جدا میکنن که از شدت موجها و خروشندگی این رودخونه بکاهن. این یک. دو، جمهوری اسلامی بزرگترین آرمانش این است که من هر چقدرم بد و زشت و پلید و پلشت باشم، دست کم این یک پارچگی سرزمینی رو نگه داشتم. برای این رو داره در ظاهر به ما میگه و پس از رفتن من اینا رو میبینید، این درندگان تجزیه طلبی که خیلی هاشون مسلح، اینا میان به جان شما میافتن و ایران رو تکه پاره میکنن و کشتار را میدازن، در صورتی خودش اینا رو بخششون رو پرورده کرده. من یوسف عزیزی بنی طرف رو برای شما مثال آوردم. از این یوسف عزیزی بنی طرف ها زیاده. شما ببینید همیهنان من دقت بکنید، امروز اگر همیهنان شما به ایران سوگند، شما ببینید در آبان ماه چه کشتاری در خوزستان به راه افتاد. اگر این همیهنان ما هوشیار باشند و سادگی نکنند، چون بسیار همیهنان عرب زبان ما بخشیشون ساده دل ساده اندیش، بسیار مهربان، بسیار مهمان نواز، شما اگر به خونه شون برید یه دونه گوسفندی یا بزی داشته باشن، این رو به احترام شما میکشن که بتونن یه خوراکی تهیه بکنن. مردمی هستن که هر چیزی دارن و در طبق اخلاص میذارن برای مهمانشون، یه رسم زیبایی دارن. شما اگر از جایی گریخته باشین، فرار کرده باشین، به خونه یه عرب زبان پناه ببرید، شده به قیمت کشته شدن خودش و زن و بچه هاش، شما رو تحویل نمیده، از شما پشتیبانی میکنه. این روحیه پاک ایرانی رو جمهوری اسلامی سالهاست داره تلاش میکنه در مردم خوزستان بکشه. همیهنان من، این گروه های تجزیه طلب، شما ببینید هر موقع جمهوری اسلامی نیاز به یک ایجاد یک موج خبری داره، یکی از اینا میاد حالا یه دوتا تیراندازی میکنه، یه جایی بم میذارن یا دست به یه تروری میزنن. یعنی اینا ابزارهای جمهوری اسلامی هست. شما ببینید یک کسی مثل منا سیلاوی که پدرش یه تروریست کمونیست بوده که الان دبیر یا سخنگوی حزب تضامن الدموقراطی الاحوازیه، این خانم میره در شبکه‌های عربی گفتگو میکنه. خب بالاخره امروز در سده 21 من باید نگران این باشم که اگه میرم جایی به زبان عربی گفتگو میکنم، چهار تا ایرانی میهن‌پرست پیدا میشن که به زبان عربی چیره باشد و گفته‌های من رو بیان به پارسی برگردان بکنم و در برابر همه ملت ایران بگذارن. منا سیلاوی که سخنگوی این حزبه در شبکه‌های عربی وقتی ازش بارها ازش پرسیدن درخواست شما از کشورهای عربی چیه و پاسخ داده که ما رو ایرانی به شمار نیارن، ما میخواهیم به آغوش جهان عرب بازگردیم و کشور الاحواز رو داشته باشیم. ولی زمانی که به زبان فارسی سخن میگه دم از یک پارچگی سرزمینی میزنه و میگه ما خودگردانی و فدرالیسم میخواهیم، که از دید من فدرالیسم یعنی تجزیه دموکراتیک ایران
و سرآغازی برای جنگ درونی میان ایرانیان است. جمهوری اسلامی به هر ابزاری هم میانان بهتر میشناسید از من، جمهوری اسلامی ابری عربی رو برای دشمنی افغانی میان ایرانیان دست میزنه. یکی از مطمئنترین ابزاراش همین گروهایی که یا توشون نفوذ داره یا بهشون پول میده یا اصلا سرانش رو پشتیبانی میکنه. همین گروه ها بارها و بارها به کمک جمهوری اسلامی عربی اومدن، بارها و بارها. امروز هم در خوزستان به همین شکله. شما ببینید افکار عمومی ایرانیان رو تا اندازه‌ای از اعتصاب و اعتراض‌ها در دیگر بخش‌های ایران منحرف کردن، جمع شدن. امروز هم من یک ویدئویی رو دیدم که به یک سایت یا یک بخش یکی از چاهای نفتی حمله شده و یکی از این کسانی که جامعه عربی به تن داره میگه اسلحه هاتون رو در بیارید، اومدن که اونجا رو بگیرن. شکل این اعتراض و اعتصابات رو دارن به گونه ای هدایت میکنن که دیگر بخش های مردم ایران افکار مردم، اندیشه مردم تا اندازه منحرف بشه، تا هر اندازه که بتونن این کار رو خواهد کرد. دو، به مردم ایران این پیام رو بدن خب ببینید ابزار آب، هوای آلوده است، ولی در واقع اینها میخوان کشور رو تجزیه بکنن و مصدور اطلاعات کشورهای دیگر هستن. یعنی شما ببینید، من باز هم این رو تأکید میکنم، هممیهنان گرامی من، از این ویدیوها رو پخش نکنید وقتی به زبانی آگاهی نداری، از نمیدونید محتواش چیه. خواهش میکنم ازتون، آب به آسیاب ایران ستیزان، دشمنان، تجزیه طلبان، تروریست های ایران ستیز که خواهان کشتار مردم ایران در کنار جمهوری اسلامی هستن نریزید. جمهوری اسلامی بخشی از روی کار اومدنش رو وامدار همین گروه های تجزیه طلبه. درسته برنامه ریزی مافیای جهانی بود، برنامه ریزی میت ترکیه، موساد، CIA، MI6 و دیگر کشورهای، برخی از کشورهای عربی بود، ولی سیاهی لشکر شما به از 36 میلیون جمعیت ایران در سال 57 چند درصدش مگر در خیابون ها بودن؟ خب اینا کی بودن وقتی امروز میپرسید بیشینه مردم ایران که در اون زمان زنده بودن و بالغ بودن، میتونستن در راهپیمایی ها شرکت کنن، حضور نداشتن، و اکنون میپرسید میگن ما نبودیم، کی بودن؟ در خوزستان بخش قابل توجهش از گروه های کمونیستی ماویستی چپگرا بودن که در حتی شهرهای آذری نشین ما، در بخشهایی از مناطق کرد نشین ما، اینها همشون بیشترشون از گروه های تجزیه طلب ایران ستیز بودن که یا چهره یا چپی هایی بودن یا چپی بودن یا چهره اسلامگرایی گرفته بودن، ولی ذات اصلی اینها ذات ایران ستیزی و تجزیه طلبانه بود. شما ببینید در برنامه های رستاخیز بارها ما به این اشاره کردیم، یک برنامه هم ویژه کردیم به یک مأمور ویژه موساد اسرائیل، خانم یک زن یهودی به نام برندا شفر که اصلا یک چهره شناخته شده در جمهوری جعلی آذربایجان یا همون ایران شمالی یا اران هستش، و پیرامون این با شما صحبت کردیم که اینا چه برنامه‌هایی برای ایران دارن. در اون بخش اشاره به کتاب برندا شفر کردیم که اونجا توضیح میده که آیت الله شریعت مداری تمام کسانی که اطرافش بودن و حتی خود پسرش حسن شریعت مداری، اینها افراد قومگرا بودن، پانترکی بودن که چهره نقاب اسلامگرایی زده بودن و در پس که هم اسلامگرا بودن ولی بیشتر جست اسلامگرایی، در پس ماجرا اندیشه‌های تجزیه طلبانه. در خوزستان هم همینطور، شما میبینید وقتی که آیت الله شبیر خاقانی، تمام افرادی که دور این ملای شیعه عرب زبان بودن، پس از شورش 57 هم حتی یه اندک دردسری برای جمهوری اسلامی درست کردن که خب یک درگیری در خوزستان به وقوع پیوست و پس از اون هم جنگ عراق با ایران آغاز شد. یعنی میخوام اینو من چرا اینو به این پرداختم که بگم، تمام، باز هم میگویم، همه گروه هایی که امروز خواهان جنگ درونی در ایران هستن، تجزیه طلبن، اینها در پروندهشون همکاری با جمهوری اسلامی رو حتی در سال 57 دارن. سیاهی لشکر جمهوری خمینی در سال شورش، در زمان شورش 57 بودن، سالهای پس از اون همکاری کردن، با وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه همکاری کردن، امروز هم دارن همکاری میکنن. پس ماها دیگه نیاییم با پخش این ویدیوهایی که درش فریاد میزنن به روح، به دم نفتی یا اهواز عربیه
آب به آسیاب جمهوری اسلامی بیعربی و دشمنان ایران بریزیم. ما نیاییم از یک شبکه ایران ستیزی مانند العربیه که نام شهرهای کهن خوزستان رو که خوزستان پیشینه چند هزار ساله داره، نامهای پان عربیستی روی شهرهای ما میذاره، بیاییم ادعای میهن پرستی و پادشاهی خواهی داشته باشید و بیاییم این ویدیوهای شبکه پان عربیستی وهابی العربیه رو پخش بکنیم. تمام کادر من میشناسمشون، سرپرستشون هم یه کسیه با نام خانوادگی حمید، الان نام کوچیکش از یاد بردم، این آقای حمید که سرپرست این کادر العربیه به پارسیه، اینها همه از تروریست های وهابی گمگذاری هستند که آموزش دیده استخبارات عربستان یا وزارت اطلاعات عربستان هستند. بس ما دیگه شگفت انگیز اگر وقتی که دست کم اندک مهری به کشورمون و مردممون داریم بیام از شبکه العربیه پخش بکنیم. اگر اندکی مهر به ایران داریم و خاندان ایرانساز پهلوی رو دوست داریم، بیام از علی جوانمردی پانکورد تجزیه طلب که این ویدیوش رو شما ببینید از روزی که پخش شده، این آرامش که دوستان میگفت آرامش شبانه ازش، خواب آرام شبانه از چشماش رو بوده شده. خیلی علی جوانمردی هم اتفاقا میاد رو دست میذاره رو همین نکاتی که من و دوستان امروز گفتیم. میگه که بله اصلا رفتن شاه جان دوباره ای داد به گروه های تروریستی و تجزیه طلب پانکوردی و زمانی که شاه بود، چون خب در اون زمان اندیشه های میهن پرستانه روان بود یا در جریان بود، شاهنشاه نگاه ویژه‌ای و دولت شاهنشاهی به کردها در جایگاه ایرانی تبار در ترکیه و سوریه و عراق داشتند و اینقدر مردم در رفاه بودن، آموزش در سطح بالایی بود که دیگر انگیزه و بهانه‌ای برای این کارها نبود. بسیاری دست از اندیشه‌های تجزیه طلبانه که ریشه در کاگبه شوروی داشت برداشته بودند و متوجه شده بودند که این ملت‌سازی‌های و ملیت‌سازی‌های دروغینی که کاگبه در ایران انجام داده و پشتیبانی از برخی از سران قبایل و عشایر، پول اسلحه بهشون دادن برای که در ایران دست به شورش بزنن و ایران رو با آشوب بکشن، اینا رو فهمیده بودند. کسی مانند ملا مصطفی بارزانی، پدر همین مسعود بارزانی که امروز داره با میت ترکیه همکاری میکنه، در کرخونش در کرج بود، سالها در کرج زندگی میکرد. یکی از کسانی که من از زبان خودش شنیدم، روانشاد محسن پزشکپور رهبر حزب پانیرانیز، گفت در زمانی که من مهمان ملا مصطفی در کرج بودم، مسعود رو صدا کرد گفت مسعود بیا اینجا، من در با حضور کاک پزشکور، یعنی آقای پزشکور بهت میگم این رو از یاد نباید تو ببری، هر جا کرد هست اونجا ایرانه. خب این اندیشه خطرناکه برای پانکوردها، برای تجزیه طلبها، برای کسانی که دارن با موساد همکاری میکنن. پس معلومه که علی جوانمردی در ویدئوی کردیش میاد میگه، به زبان کردی میگه بله و اعتراف میکنه که اینا علیه دولت شاهنشاهی کار کردن و اصلا جان دوباره‌ای گرفت جریان‌های تروریستی پایه‌گذاری شده از سوی کاگبه با رفتن شاهنشاه از ایران و فروپاشی دولت شاهنشاهی. و دوباره میگه ما نیاز داریم به این مسئله و بسیار هم ایران ستیز است علی جوانمردی. پس هم میهن گرامی من، اگر اندکی مهر به ایران داری، آب به آسیاب ایران ستیزی هم نریز. هم میهن گرامی با پخشگر، با پراکندن سخنان ایران ستیزان و ایرانی ستیزان، در ایران ستیزی اینها شریک نباشید. از شما خواهش میکنم، من سخن رو کوتاه میکنم، اگر پرسشی ویژه‌ای از من دارید که من فعلا نه، سپاسگزارم دکتر جان. آقای قاسمی صحبت بکنن که لایو دوم بشه بعد به اگر اجازه جان مهربانی، آقای قاسمی صحبتش رو بکنه بعد بیام پیش شما. سپاسگزارم از شما. خواهش کنم دکتر جان. سعید جان بفرمایید. نه بذار جانم مهربانی صحبت کنه. من فقط یه مطلبی دکتر جان، من دلم یکی که یکی تو کامنت اینو لطفا پاسخ بدید، نوشته بود که نگید آذری نشین، بگید ترک نشین. من نوشتم براش ترک نشین توی ترکیه است. خیلی جالبه، یه سری از اون برای بوم افتادن. دکتر، کشور ایران شمالی یا آذربایجان جلی تو قانون اساسی زبانش چیه؟ زبانش رو نوشته زبان آذربایجان. اون میگه زبان آذربایجانی، اونی که این همه از طرف ترکیه و اینا داره حمایت میشه، بعد یه سری ابله در داخل ایران و در خارج از کشور نشستن و
صحبت از ترک نشینی و ترکای ایران. من پوزش میخوام فقط به کوتاهی بگم، من میتونم ده ها ویدیو، چون زبان مادری من هست، زبان البته زبان مادری من قشقایی است، ولی چون زبان آذری میدونم، ده ها ویدیو میتونم در اختیار رستاخیز بذارم که خواننده، هنرپیشه، کارگردان، چهره های شناخته شده در شبکه های ایران شمالی یا همون جمهوری جعلی آذربایجان بحث کردن و میگن ما آذری هستیم، ما ترک نیستیم و زبان ما ترکی نیست، زبان ما آذربایجانی. سپاسگزارم. بفرمایید. من فقط یه خیلی کوتاه ببینید، این الان بخش دوم این لایف هستش، ما یه بخش دیگه پیشتر انجام دادیم در بخش نخست، حتما برید اون رو ببینید. همینانی که تازه به جمع پیوستن و در کامنت ها برخی میبینم آروغ روشن فکری میزنه، نخست اون لایف نخست هم ببینید. اگر به راستی و درستی میخواید آگاه بشید بدانید، اگر همینطوری میخواید در حماقت و اون گرداب فروغ گرداب فریب خودتون غرق باشید، اون یه بحث دیگه است. اگر میخواید همچنان در خواب باشید، اون یه بحث دیگه است. اگر واقعا میخواید بدونید مسائل رو، آگاه بشید، لایو نخست رو هم نگاه کنید. اما موضوعی که اینجا هستش، اگر از خوزستان امروز جناب قاسمی هم اشاره داشتن فریاد جاوید شاه، رضا شاه، روحت شاه بیاد بیرون، ما نقشه تمام این ایران ستیزان و جمهوری اسلامی و تمام بانداشون و امثال جوانمردی و قومی نژاد و و و و و و و حسن شریعت مداری و نمیدونم حسین بور و عثمان زرقندی و تمام این نقشه ها رو براب دادیم. دقت فرمودی؟ و اینقدر ناآگاه نیستیم. من مثال خمینی و سال 57 رو زدم. این حرفایی که شما میزنید آقا بعدن فلان میشه، بعدن اینطوری میشه، نه عزیز من، اصلا هم اینطوری نیستش. یعنی اگه میخوایی به این خوش خیالی بمونید و در خواب غفلت همچنان فرو بری، برو کار خودتو بکن. منتها از ما انتظار نداشته باش که به مانند شما ابله باشیم، که ما که نمیتونیم مثل شما ابله باشیم، که ما داریم مسئله رو بررسی میکنیم، آنالیز میکنیم، جریان ها رو میشناسیم، اشخاص رو میشناسیم، پشت پردش اینو میدونیم، خیلی از مسائل رو میشناسیم که داریم میشینیم اینجا طبق یک کارنامهی گذشتهی میشینیم یک سری مسائل رو عنوان میکنیم برای آگاهی جامعه. بنابرای شما هم بشین اینجا فقط گوش کن، آروغ روشن فکری نزن در کامنت ها، یه جورایی محترمانه خفه شو، خفه شی. دقیق فرمودی؟ به همین سادگی. مگه تعارف داریم؟ مملکت داره دست میره، گرگان و شغالان و کفتاران میخوان تیکه پارش بکنن، یه عده آدم ابله بیشور اومدن اینجا آروغ روشن فکری میزن. خب خفه شدی دیگه عزیز من، گوش کنید حداقل. حالا یه ویدیو برداشتن از این جریان خوزستان، روش نوشتن که جاویچا دارن خوزستانی ها میدن. نه عزیز من، جاویچا نمیگن، اونا دارن میگن دکتر شما عربی بهتره اینو بگو، میگن های المای اچانل شد، های المای اچانل شد، های المای اچانل شد. کی گفته جاوید شاه میگن؟ یه مش سایبری ریخن. ببین این اخبار راست و دروغ گذاشتن رو پخش کردن ضربه میزنه به مبارزات. امسال اون موقع که اون روح الله زن بچه خونده بی پدر مادر گور به گور شده بود، اون موقع اون کارو میکرد، یه زمانی باون این کارو میکرد، یه زمانی اون یارو کیه تو اون آیسمی یاوش امانیه کی؟ یاوش امانیه، یاوش امانیه اون کارو میکرد که هنوزم میکنه. الان جوامردی داره این کارا رو میکنه، یک در یه سطح دیگه، در یه سطح دیگه اون قومی نژادی کلایی داره این کار میکنه، یه عده همیهن ناآگاه هم اینا رو شروع میکنن پخش. آقا جان عزیز من، همیهن اخبار اشتباه در زمان مبارزه بزرگترین ضربه رو به مبارزه میزنه، اخبار اشتباه در زمان خیزش بزرگترین ضربه رو به خیزش میزنه و بارها ما سال 96 شاهدش بودیم، سال 98 شاهدش بودیم، همین اواخری هم شاهدش بودیم. خب آخه چرا با یک سوراخ چند بار رو بعد آدم
گزیده بشه یا اون شمیرانی دقیقا، اینها اینجا هستن که این اخبار اشتباه رو به دست مردم بدن. امروز هم راه حل این هستش که هم میهنا و میهن پرستانی که در خوزستان هستن برن وارد این جمعیت بشن، وارد خیزش بشن و فریاد شاجاوی چا رو بندازن وسط. اون پیشروان اجتماعی، اون بچه های میدانی در خوزستان، در اهواز، در شوش، در سوسنگر، باید شما امروز بیاید تظاهرات و اعتراضات مردم رو هدایت بکنید از دست این شغالان و کفداران رو که یک بخشش در حاکمیت هست، یک بخشش این الهوازی ها هستن، از دست اینا در بیارین. مردم خوزستان از روی بیچاره، یعنی این مردم رو اینا بیچاره، یعنی آقا این موتا یه آدم عوضی کثافت لجنیه، یک آدم ارسالی هستش، عبدالرضا رضایی، انقدر موتا موتا نکنی، عبدالرضا رضایی یک آدم پس فطرتی که بارها بارها هم دستشو باز کردن. آخه من نمیدونم، مگه شما خرد ندارید؟ مگه عقل ندارید؟ مگر نمیتونید، یعنی قادر نیستید مسائل تجزیه تحلیل بکنید؟ یعنی یک دو دو چهارتای ساده هم بلد نیستین در زندگی انجام دادن؟ خب یا برید بشین خونتون، برای چی میخواید مبارزه کنید؟ برای چی میخواید فعالیت سیاسی میکنید؟ شماها کسایی هستید که میایید به همچین جانورانی اعتبار میدید، دور و بر اینا رو میگیری و اینها به خودشون اجازه میدن که هر یاوه‌گویی رو انجام بدن و جامعه رو به گمراهی بکشونن. آخه این بدبختی یکی دوتا نیست. بنابراین عزیزان، مردم خوزستان که امروز جان به لب شدن و به راستی و درستی خواهان برند، تمام ایران خواهان براندازی ایران جمهوری اسلامی هستش، خوزش مخواه، تمام ایران خواهان براندازی جمهوری اسلامی هست، تمام ایران، مردم ایران اون همبستگی، همازوری، یک پارچگی سرزمینیمون رو میخوان، خواهانش هستن در هر کجای ایران زمین که باشن. دقت فرمودید؟ این گروهکایی که میاد اینجا مشتونی میکنن، ما باید بازی اینا رو به هم بزنیم. بازی اینها رو چیگونه میتونیم ما به هم بزنیم؟ فقط با شعارهای ایرانگرایانه، فقط با جاوید شاه، رضا شاه روحشد و از این دست شعارها هستش. بنابراین بچه های میدانی برن و این تظاهرات رو به دست بگیرن. کاری که اون رندی که در مشهد انجام داد میبایست رندان خوزستانی امروز انجام بدن تا ما بتونیم این حرکت رو به سطح ایران بکشونیم، تا بتونیم این حرکت رو به صورت ملی ایرانگرایانه بتونیم به پیش ببریم. دکتر مهران الان همین چند دقیقه پیش عنوان کرد که یک سری شعارها داره میاد بیرون که اون شعارهای کدواژگان این گروهک های الاحوازی تجزیه طلبه. دقت داشته باشید روی این مسائل، آب به آسیا به دشمن نریزید و به دوستانتون اعلام بکنید که برن و شعارهای ایرانگرایانه بدن. آقایی که می نویسی که جوامردی انقدر نمیدونم لایوش آدم میاد و نمیدونم انقدر دنبال کننده داره، اون چیزی که شما تتلو وقتی لایو میذاره 2 میلیون آدم میرن. یه دختره دیگه هم هست میاد کارهای پورن و سکسی میکنه، خب وقتی لایو میذاره 7-8 میلیون جمعیت میره. دقت فرمودید؟ بنابراین اگر خود سایبریای جمهوری اسلامی یا این که تجزیه طلبا دنبال این آدم ها هستن، ما به دنبال یه همچی چیزی نیستیم که یک مرد جنگی به حسد سوار خیال تخت تخت باشه. اگر اینجوری که شما میگید که فکر میکنید که مثلا هم هیچ اشکالی نداره، چرا ما یه پست میذاریم تمام جانورا و خودش میاد لایو میذاره، در حالا اسم ما رو نمیاره ولی همه صحبتاش در رابطه با ما هاست. خب اینی که شما میگید انقدر میان میبیننش یا انقدر فلان دارن، خب پس چه ترسی داره، چه وحشتی داره؟ نیز من، چون خودش میدونه اونا همه فیک هستن. دقت فرمودی؟ اما ما میدونیم اینجا اگه 10 تا آدم میهن پرست، 100 تا آدم میهن پرست باشن، هر کدوم از این میهن پرستان یک لشکر اهریمن رو میتونن باهاش بجنگن. تفاوتش این است و شما شعور و درک این موضوع رو نداری از اینو بفهمی. بنابراین بشین سرچه، فقط گوش کن، اینجا آمدی گوش کن بیاموز. جان مهربانی، مرسی. 1 دقیقه دیگه این لایف تمام میشه. دوستانی که پرسش دارن یا تمایل دارن بیان بالا صحبت کنن،
تو لایو بعدی در بخش کامنت ها بنویسید، درخواست بدید، سوالتون رو بنویسید، پاسخاتون رو دریافت کنید. بریم برگردیم با بخش سوم. جان قبل از اینکه برید، این دوستمون منظورش بد نبود، منظورش بود که 17000 گوسفند میرن اونجا، منظورش این بود. بله بله، بریم برگردیم بخش سوم. میده این ویدیو مهمه. خب اگر میتونی بفرست تو فیسبوک. فیسبوک چرا؟ خب تو اگر میتونی همزمان الان بفرستی روی اینستاگرام، روی اینستاگرام هم بفرست. اگر دارید بیایید بالا روی خط صحبت کنید، درخواست بفرستید بیارمتون روی خط. حالا منتظر میشم تا دوستان بقیه همه جمع بشن و به برنامه برسن. من یه نکته رو تا دوستان جمع بشن، عزیزانی که چون این اکانت دوم جنبش هست، اکانت کمکی جنبش هست، دیدم الان خیلی ها فالو کردم، احتمالا دوستان رستاخیز هستن، در جریان باشید. این اکانت دوم هست، زمانی که ما بلاک باشیم نتونیم لایف بذاریم یا اینکه ببندن اکانت اصلیمون رو، با این اکانت فعالیت میکنیم. بنابراین عزیزانی که الان این اکانت دوم رو فالو کردن، در جریان باشید اینجا اکتیویته خاصی، فعالیت خاصی انجام نمیشه. بنابراین از شما سپاسگزار میشم، اکانت اصلی رو هم دنبال بفرمایید که در استوری پستش رو گذاشتیم، لینکش موجود هست. توی فالوور ها هم که برید اون اکانت اصلی رو میتونید پیدا بکنید. سپاس از مهرتون. خب دوستان اگر پرسشی دارید در رابطه با صحبت هایی که شنیدید، در رابطه با هر مطلبی، اگر میخواهید صحبت کنید بیاید روی خط، بیاید بالا درخواست بفرستید که بیاید بالا پرسشتون رو مطرح کنید. صحبت اگر دارید خیلی کوتاه مطرح کنید و پاسختون رو دریافت کنید. فرق هم نمی کنه برای ما کی هستش، هر کسی که میخواد باشه برای ما فرقی نداره. میتونید بیاید بالا روی خط حرفتون رو بزنید، جوابتون رو مؤدبانه بگیرید و برید. خدمتتون عرض کنم که همونطوری که عرض کردم در ابتدای بخش سوم، همزمان با اینکه در لایو دوم بودیم، همرزمان ما در داخل کشور از شوشتانیال و شوشتر ویدیوهایی فرستادن که درگیری‌ها بالا گرفته و آیه صادق محمدی اگر میخواید بیاید بالا، اول این پایین کامنت بنویسید، چون خیلی درخواست میدم، من نمیدونم دستشون اشتباه میخوره یا نه واقعیه. اول درخواستتون رو به عنوان کامنت بنویسید که من بدونم شما میخواید بیاید بالا. درگیری ها خیلی شدیده و دوستان هرچی که ویدیو پخش میشه لطفاً منتشر بکنید. منتظر نباشید که حتما زیر هر ویدیوی ما بنویسیم که الان اینو پخش کنیم. این وظیفه ملی مونه، باید اتفاقات داخل کشور رو همه جا منتشر کنیم. بفهمید مهربانی خواستم یه نکته ببینید، دوستان یه دمی نویسن آقا الان وقت برای براندازی فعالیت کنیم. کاری که ما داریم میکنیم اتفاقا برای براندازی هستش. همین این یه نکته. نکته بعدی اینجا هستش که شماها چون نمیشناسید ظاهرا ماها رو، نه جنبش رو میشناسید نه رستاخیز رو میشناسید. ببین یکی از گرفتاری های مملکت ما همینه، یعنی انسان ها به گونه وقیح شدن و اون سطح آنالیز فکریشون اومده پایین، بدون این که بیان نخست اگر در یک جایی هستن، یک جایی دارن شرکت میکنن، نخست بشناسن گذشته اون جریان رو، بشناسن تاریخچه‌ش رو بدونن، فعالیت هایی که انجام داده رو بدونن، آرمانش رو بدونن و اینکه دنبالش کنن ببینن چیکار میکنه چیکار نمیکنه، بعد بیان نقدش بکنن. دقت فرمودی؟ همینطوری میان یه جا وارد میشن، یه زر مفتی میزنن و تموم میشه میره به کارش. این شده حکایت برخی از همیهنان. پوزش میخوام این با همه همیهنان نیستیم، ولی این یکی یه چند تا چی میگن مگسی که اینجا بعضی موقع یک سری صحبت ها رو میکنن، این نشونگر این هستش. دقت فرمودید؟ بنابراین بهتره پیش و این از اون ناهنجاری اجتماعی میادا. یکی از مسائلی که به قول معروف گفتنی امثال جوانمردی، امثال اون حسینی شغال، امثال این عباس جفرسون و این ملیجک هایی که سر مردم رو گرم میکنن بازارشون داغ هست، از همین این چی میگن التهاب ها و ناهنجاری های اجتماعی استفاده میکنن.
و خب مشتری حمال مشتری حمال جذب میکنه دیگه، این یه واقعیتیه. یعنی دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید هستش. بنابراین این چنین آدم ها گمان میکنن که هر جایی هم و هر حالتی هم باید این لودگی ها رو، این لومپنبازی ها رو، این حماقت ها رو انجام بدن، در صورتی که اینطوری نیست. این یک واقعیت تلخ هست، شوربختانه. کسی که نوشته که من دایرکت برای من یک چیزی فرستادن، نخواست این که این اکانت دوم ما هست، اکانت اصلی رو پیدا کنی که در فالوور همین اکانت هست یا در استوری همین اکانت هایی نگاه کنید، گاهن ما پسته اکانت اصلی رو میذاریم، اگر موضوعی هستش اونجا ارسال کنید. بله، دوستی سوال کردن که در رابطه با جوانمردی صحبت کردین، شفاف توضیح بدید. دوست عزیز این لایو سوم تشریف ببرید، در لایو اول کامل، در لایو اول دوم بیان شده. آقای قشقایی نوشتید که پرسش شما رو جواب بدین، من پرسشی از شما پیدا نکردم، اگر امکانش هست دوباره بنویسید. عزیزی پرسیدن که در رابطه با مسیح علی نژاد این آدم کیه. بارها و بارها ما در رستاخیز سیمرغ و آقای مهربانی در جنبش رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی صحبت کردیم در رابطه با این موضوعات. مسیح علی نژاد از اصلاح طلبی شروع کرده و الان هم با همسر نایکیش کاملا در مسیر جمهوری اسلامی در حال تأمین شرایط برای بقای جمهوری اسلامی هستن. یک آقایی هم نوشته بود که درخواست، ولی نمیدونم درخواست چیه. اون آقایی هم که دائما دارید بنویسید، آقای علی رمزی یا یه شخص دیگه بود نمیدونم، نوشته بودن که ما بچه تهران آماده قیام هستید. خیلی خوب، الان آماده اید باید چیکار کنیم؟ سوت شور بازی رو بزنیم براتون؟ قیام کنید. گرامی آزادی که زمان نداره که پشترم آماده قیامیم ندارم. پس اگه آماده اید منتظر چی هستید؟ بخواید 90 دقیقه رو شروع بکنیم، سوپ بزنیم براتون، تشویقم بکنیم، دمتونم گرم، دستتونم درد نکنه. یه نکته رو بگم، ببینید در رابطه با این مسائل براندازی و قیام، عزیزان سازماندهی های محلی بسیار حائز اهمیته و در راستای این سازماندهی های محلی چگونگیش، شکل گیریش، انجامش، یک ویدیو آموزشی من خودم چند سال پیش انجام دادم، یکی از بچه های در اون مرز که از همازوران جنبش و رستاخیزان هستش اینو انیمیشن کرده و دوباره بعد از اون یک بار دیگه ما اینو به اشتراک گذاشتیم در اکانت اصلی. البته الان توی این اکانت هم میفرستم توی استوریش که بتونید ببینید، اینو نگاه کنید، پخش کنید، برای دوستانتون بفرستید، خیلی مهم هست. رمز پیروزی رستاخیز مردم ایران سازماندهی های محلی هست، اینو فراموش نکنید. این آقای محسن میگه منو درخواست بدید. جناب محسن درخواست بدید، بغل جایی که کامنت می نویسید یه عکس دوربین با به علاوه روش اونو بزنید، من شما رو قیام می‌کنم. بله بله، حتما هر کسی سوالشو مطرح میکنه تشریح رو پایین و جوابشو میده. دوستان ما هیچ کس از نیروهای درون مرزی رو به همدیگه معرفی نمی کنیم از نظر امنیتی به دلایل مختلف. ما نیروهای درون مرزی رو هیچ زمانی به همدیگه معرفی نکردیم، نمی کنیم و نخواهیم کرد. ما در همین جمع شما نیروهایی داریم که بیشتر از 6 ساله با ما آشنا هستن و با ما کار کردن. شاید هستن که ما نیروهای درون مرزی رو با هم معرفی نمی کنیم به دلیل، اول فکر کنید به خاطر حفظ امنیت خودتون، چون ما نیروی درون مرزی رو فقط با یه اکانت میشناسیم، نه شناسنامه میگیریم نه میتونیم استعلام کنیم که این شخص نفوذیه یا نه. پس صلاح نیست افراد به هم دیگه معرفی بشن. اینه که اینجا درخواست ننویسید که به هم دیگه معرفی کنید و این چیزا. کسی هم که نوشته مسیح علی نژاد میخواستن دستگیر بکنن، فقط میخواستن دستگیر بکنن. از این جمله سه کلمه شما یک کلمش درست بود، دو کلمش اشتباه است.
حالا اون کلمه درستش رو خودتون پیدا کنید. پیدا کنید پرتغال فروش رو. من یه الان صحبت این جوان مردی پس فطرت شد، این آدم انقدر چندش و پست و اصلا پلشته، ما هرچی درباره اینها بگیم کم گفتیم. در رابطه با قومی نژاد بده رو برگه اصلی جنبش، ده ها و ده ها و ده ها ویدیو به قول معروف گفتنی سند و مدرک و هرچی که بخواید اونجا وجود داره. بنابراین اگر اون کسی که تا الان علی جوانمردی رو نشناخته، خب من گمان خودشو خسته نکنه، چون چیز گرامی شما ذهنت بیشتر از این دیگه نمیکشه، گنجایش نداره، هر کسی درک و فهمش یک اندازه هستش. اما اینو گوش کنید. میگه خواست جدایی طلبی رو گوش کنید. دقت کردین؟ میگه خواست جدایی طلبی رو تجزیه عنوان میکنم. یعنی چجوری با چه شارلاتان بازی از این واژگان مثلا اینا بهره برداری میکنم در راستای اون مقاصد براستی اهریمنی و کثیفشون. نوریزاد هم این فایل صوتیش هست که میاد همین حرف رو میزنه در اون اکانت اصلی جنبش. شما تمام اسناد و مدارک رو میگه. حالا جالبه، ما با اسناد و مدرک صحبت میکنیم و حرفای خودشون، یعنی چیزی رو هم نمیسازیم، حرفای خودشونه، یعنی طبق حرفا و مسائلی که عنوان میکنن. بعد یه عده هم میهن، یه عده نمیدونم شاید بهشون آدم به همی هم بگه یا فارسی دان و فارسی زبان بگه، نمیدونم چی باید گفت. یعنی حتی با توجه به این مدارکم انقدر اینها ذهنشون نمیدونم ذهنشون گچ بسته، فسیل شده که قادر نیستن متوجه بشن، بعد میان برای ما آراغ روشنفکری میزنن. آقا الان اتحاد، آقا بعدن فردا رفراندوم میشه. عزیزم هم مگه رفراندوم ایتالیا پس از موسولینی جنگ جهانی در ایتالیا رفراندوم گذاشتن اتفاقا برای همین نوع حکومت؟ خب در همون رفراندوم پادشاهی در ایتالیا پیروز شد، پیروز رفراندوم بود، ولی از توی صندوق جمهوری آوردن بیرون. بعدش هم که فهمیدن یک اختشاشاتی شد، ولی گفتن آقا ولش کن دیگه، بذار همین جمهوری بمونه. و ایتالیا هنوز که هنوز مافیا داره در اونجا حکومت میکنه. مافیا ایتالیا خیلی معروف است، مافیای سیسیلش هم معروف هستش. حتی رئیس جمهور دو دوره پیشش یکی از اون گنده مافیا بودش. دقت فرمودی؟ این از ایتالیا. بحرین و اومدن با یه شامولتی بازی مثلا رفراندوم گذاشتن، با هم توضیح دادیم، رفتن از یه قبیله‌ای که اونها رو همه رو از سعودی آورده بودن، از خانهای اونجا پرسش کردن. خب خانهای اونجا هم که همه زیر نظر انگلیس بودن و اصلیتشون هم سعودی بود، گفتن خب آره ما مستقل بشیم. این هم از رفراندوم. حالا یه عده ابله دیگه امروز پیدا شدن میگن که این چیز رفراندوم آینده باید زیر نظر سازمانهای ملل باشه. ببین چقدر حماقت در جامعه موج میزنه. بعد شما از ما توقع داریم که ما یه حرفایی بزنیم که این جامعه‌ای که درش انقدر حماقت موج میزنه خوشش بیاد. میخوام 700 سال سیاه خوشش نیاد این جامعه از صحبت ما، برای که ما واقعیت رو فقط عنوان میکنیم. کسایی که امروز نشستن رفراندوم آینده باید زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی و سازمان ملل باشه، هر سازمان‌های بین‌المللی سازمان ملل هنوز که هنوز رأی جمهوری اسلامی حمایت می‌کنن. آخه چقدر باید آدم انقدر ناپخته و خام و ناآگاه باشه که بری حرفو بزنه؟ همین سازمان‌ها و بنیادهای بین‌المللی بودن که سال 57 اون بدبختی و گرفتاری سر ما به وجود آوردن. بعد شما گمان می‌کنید دلشون به حال ما سوخته که مثلا رفراندوم بذاریم آزاد مثلا پادشاهی هم بیاد بیرون؟ آخه حماقت هم حدی داره. فریب خور براسی و درستی فرخزاد روان شاد که برگشت که آقا این مردم دیگه نیاز به غذا خوردن ندارن، چون روزی صد بار گول میخورن.
کی گفته بس سازمان های بین المللی بیان در رفراندوم ما مثلا بخوان کنترل چی کنترل چی داشت اصلا چی گونه میتونن کنترل داشته باشن؟ یه نکته، مگه ما دست خود دستمون چلاقه؟ مگه میهن پرستان اینجا مردن که یه مش اجنبی یه مش اهریمن یه مش ایران ستیز بخوان بیان مثلا از توی صندوق های ما بعد چی در بیان؟ خب اونم میشه جمهوری اسلامی که همین اینا جمهوری اسلامی آوردن سر کار، همین اینا دارن جمهوری اسلامی حمایت میکنن. بعد شمای هم میهن کسی که میگه سازمان ها و بین المللی رفراندوم نمیدونم فلان باید این کارو کنه، اینقدر ناآگاه اینقدر خام هستی که هنوز به اینا اعتماد میکنی؟ فکر میکنی اینا مثلا دلشون بال شما سوخته؟ دلشون بال من و شما سوخته واقعا؟ ببخشید جان مهربانی، آقای طاهری، آقای محسن طاهری، من شما رو اد کردم تایید نکردید که بیایید بالا، یک بار دیگه من دوباره برای شما دعوت میفرستم، عادتون میکنم لطفاً تایید کنید، اگر مسئله‌ای دارید صحبتی دارید بیایید حرفتون رو بزنید. حالا تا این هم میهم بیاد بالا، نکته بعدی اینجا هستش که ببینید اینها همون فریب و دروغ دموکراسی هستا، یعنی مردم و امثال جوانمردی و قومی نژاد و نوری زاد و ملکی گور به گور شد و تمام این چپی های ایران ستیز جمهوری خواهای ایران ستیز اینها همه اینجا هستن که این دروغ رو بندازن وسط، دموکراسی نمیدونم فلان این حرفا، که به واسطه این دست اهریمن بتونه دوباره در ایران همه کاری بکنه. بعد همه اینها به نام دموکراسی میگن در آینده بعد همه احزاب آزاد باشن، در آینده فقط احزاب میهن پرست آزاد خواهند بود، کسی که دنبال تجزیه ایرانه، کسی که دنبال فدرالیزم کردن ایران، دشمن ایرانه، غلط کرده بخواد بیاد اونجا کرسی بگیره، احزاب تروریستی که مسلحانه میجنگن اصلا حق آزادی نباید داشته باشن. چی گفته که کسی که میخواد یک کشور رو تیکه پاره بکنه حق اظهار نظر سیاسی داره؟ در فرانسه به من نشون بدیم به کسایی که دنبال تجزیه فرانسه هستن حق کار فعالیت سیاسی دارن؟ در اسپانیا به من نشون بده آیا این هم چیزی هست؟ در همین انگلیس به من نشون بدید تجزیه طلبای اسمش ایرلند اینها حق مثلا چیز دارن؟ کی همچی حرفی رو زده؟ کی این آبا گویا رو انداخته تو دهن مردم؟ همه اینها به نام دموکراسی. وقتی میگیم فریب دموکراسی رو نخورید، دموکراسی دروغی بیشتر نیست، یک کوشش اهریمنی برای پنهان کردن اولیگارشی و مافیای جهانیه، این واقعیت رو دارید شما در اطرافتون میبینید. خب چشماتون رو باز کنید، درک کنید. بعد به ایران که میرسه امثال همین جوانمردی و این آتاشخالای اطرافشون و یه مش هم میهنی هم که در دام اینها گرفتار شدن، فریب اینها رو خوردن، و یا این که اصلا یه مش دیوانه دیگه چیز دیگه بیشتر نمیشه گفت، میان اینجا آرق روشن فکری میزنن. جوانمردی از من یه تجزیه طلبه عزیز من، شما دو تا لایو ما گذاشتیم اینا رو توضیح دادیم، یعنی شما این سوالا رو میخواید بلش کنید در رابطه جوانمردی دیگه بس، یعنی ولش کنید جوانمردی، یعنی واقعا ما با یه مش آدم دیوانه در طرف هست. همیانی اومدن روی خط، درود بر شما. درود بر شما، سلام. درود بر شما، سپاسگزارم. من صحبت‌های شما رو گوش میدادم که ما همه احزاب و جریان‌ها رو متهم میکنید به مزدوری و جدایی طلبی و تجزیه. صداتون ضعیفه، یه مقدار میشه بلندتر لطف کنید؟ دونم صداتون یه مقدار ضعیف، اگه میشه یه مقدار بلندتر صحبت کنید. بلندتر صحبت کنم؟ بله ممنون میشه. میگم شما اصولا این جریانات پادشاهی خواهی و سلطنت طلبا، همینطور شما هم که من برنامه‌تون رو نگاه میکنم میبینم مثلا یکی مثل آقای جوانمردی یه مبارز واقعیه، شما اینا همه متهم به مزدوری برای جمهوری اسلامی میکنید، رو چه حساب شما اینا میگید؟ آقای جوانمردی میگه در طی سالها چه قبل از انقلاب دوست عزیز، دوست عزیز اجازه بفرمایید دوست عزیز، دوست عزیز را به رسمیت بشناسید، دوست عزیز طلبی و تجزیه خواهی، دوست عزیز بله من عرض کردم عزیزانی که پرسش دارن تشریف بیارن پرسششون رو مطرح کنن، تشریف ببرن پایین پاسخشون رو بگیرن، ما اینجا قرار نیست کسی بیاد سخنرانی بکنه، اگر شما صحبت اگر متکلم وقت خودتون بخواید صحبت خب اینجا لایو ماست، شما خودت میتونید برید لایو بذارید، دوست عزیز میتونی شما خودت برید لایو بذارید، چهار ساعت صحبت کنید.
خب من یه سوال میپرسم، جریان سلطنت پادشاه خواهی چه کاری کرده تو این حالا، چه مبارزه کرده؟ بسیار عالی، بفرمایید عرض میکنم. تو این فضای مجازی تا جدیدن اومدن یه چند تا لایو اینستاگرام میذارن، یه بیانیه میذارن، کاشم بیشتر از یه بیانیه دادم. بله بفرمایید عرض میکنم. بفرمایید. خب بفرمایید، من گوش میدم. نه شما تشریف ببرید پایین، سوالتون رو مطرح کردین، در خدمتتون بودیم، سوالاتتون رو دو تا مطرح کردین. باشه، مرسی، متشکرم. تشریف داشته باشید پایین، جوابتون بگیرید. خدمتتون عرض کنم که اولا وقتی شما دوست عزیز هنوز تفاوته، امیدوارم که برگشته باشید توی لایو، اگر اومدید آقای ام ام، اگر اومدید توی لایو یه کامنت بنویسید که جوابتون رو دریافت کنید. اگر اومدین در لایو دوباره آقای ام ام بنویسید که جوابی که میدم و قشنگ کامل بشنوید. من پاسخ رو میدم بعد اومدید میبینم بهتون میگم، یه همین لایو رو ببینید که پاسختون رو دریافت کنید. اولا از نوع گفتار شما معلومه که هنوز تعریف واژگان رو بلد نیستید. وقتی شما هنوز تفاوت بین سلطنت و پادشاهی رو نمیدونید، بله هستید، سپاسگزارم. تفاوت بین دو واژه سلطنت طلب و پادشاهی رو نمیدونی، اصلا اومدی چه سوالی بکنی؟ وقتی شما هنوز نمیدونید که علی جوانمردی کیه، اگر شما نشستی برنامه علی جوانمردی رو دیدی، من توی ورشو با علی جوانمردی درگیری داشتم، برید ویدیوهای رستاخیز سیمرغ رو از 4-5 سال پیش بشینید اول نگاه کنید، وقتی میگید که ما چیکار کردیم، ما پادشاهی خان چیکار کردیم، برید از 10 سال پیش 15 سال پیش نگاه کنید ما چه کارهایی رو انجام دادیم. علی جوانمردی موقعی که 250 فرمانده سپاهی که آماده بودن همبستگیشون رو با مردم اعلام بکنن برای چی فروخت؟ که ناگهان شما دیدید هم فرمانده سپاه رو عوض کردن، هم 250 فرمانده سپاهی که آماده بودن بیان وسط میدون به نفع مردم. برای چی فروختشون؟ که همه الان گم و گور شدن. ما اصلا الان سلطنت طلب نداریم. شما وقتی که هنوز، من نمیدونم کرد هستید یا نه، هنوز متوجه نیستید که علی جوانمردی در برنامه های کرد زبان خودش، در رسانه های دیگه، در زمانی که در اقلیم کردستان بود، از طرف به عنوان خبرنگار صدای آمریکا VOA مای حداقل 10,000-15,000 دلار میگرفت تو اقلیم کردستان به عنوان برانداز. دوست عزیز ساده لوحانه نگاه نکنید. کسانی که اعتقاد دارن جمهوری اسلامی روح الله زمان از فرانسه دزدید، کسانی که الان این پایین نوشتن اعتقاد دارن که جمهوری اسلامی از نیویورک میخواسته مسیح علی نژاد رو بدزده، چطوری جمهوری اسلامی در اقلیم کردستانی که 17 پایگاه سپاه داره، تماما در اختیار سپاه هست، کسی با علی جوانمردی کاری نداشت؟ اومد یه برنامه چینی کرد بعد از قضیه رولازم، آره میخواستم منو تو هتل بدزدن، شروع کردی یه زن بدبخت و اونجا از طرف خودش پول داده گرفته بازجویی کرده، بعد الان هم میگه انداختیم زندان به حبس محکوم شده. این چرندیات و این فیلم هندی بازی کردن ها شاید برای شمایی که اهل تحقیق و مطالعه و بررسی نیستید خیلی هیجان آمیز باشه، آدرنالین خونتون بزنه بالا و فکر کنید داره علی جوانمردی میهن‌پرسته. همین الان آقای مهربانی ویدیو نشون داد، میگه اومدن به من انگ دارن میزنن که من تجزیه طلبم و واژه جدایی طلبی رو میگن تجزیه طلبی. آقا مگه میشه کسی که جدایی طلبه تجزیه طلب نباشه؟ الان اونجا نیستش، تا قبل از اینکه از صدای آمریکا اخراجش کنن تیپا بزنن بهش بگن بپر برو بیرون، تو اقلیم کردستان بود. کسی که ادعا میکنه از 25 سال پیش من مبارزه کردم، حتما باید سند نوجوانیش در ترکیه رو ما بیاریم که با چه شرایطی در ترکیه زندگی میکرده، کی بوده در ترکیه. چرا علی جوانمردی میره توی ترکیه توی خونه پناهنده فقط به پناهجوهای کرد کمک مالی میکنه و
تشویقشون میکنه به این که بپیوندن به حزب دموکرات کردستان برای رئیس طلبی. چرا در سایر کمپ‌های پناهندگی در سایر کشورهای اروپایی فقط به کرد زبان‌ها کمک مالی میشه؟ چرا به آذری زبان‌ها کمک نمی‌کنن؟ چرا به اون کسی که از اصفهان اومده، از عراق اومده، از بوشهر اومده، از سیستان و بلوچستان اومده، از افغانستان اومده، چرا به اونا کمک نمی‌کنن؟ چرا فقط به کردا؟ کی گفته علی جوانمردی نماینده تمام مردم کردستان ایران هست؟ کردهای ایران هست. اصلا کردها دستشون به این برسه تیکه پاره در خود اقلیم برای ما اون زمان پیام فرستادن به ایران هم سوگند، کردهای اقلیم که ما دستمون به این جوانمردی برسه تیکه تیکش میکنیم. سر اون قضیه رفراندوم اینا بودش. بله، رفراندوم مال اون زمانه. شما زمانی که سوال میپرسید هر کسی فرق نمیکنه مطلب میخواید بگید، میگن اینو نمیگم حالا، ولی خواهشن یه مقدار از عقل استفاده کنید، اصلا ضرر نداره. ایران داره نابود میشه، شما اومدید از یک تجزیه طلبی دفاع میکنید که اون به خاطر حساب بانکیش که دلارا داره میره توش داره میاد برنامه سازی میکنه، از اون دفاع کنید. علی جوانمردی جواب خود شما رو نخواهد داد. ما انقدر پادشاهی خان دموکرات بودیم اجازه دادیم شما بیای بالا از کسی که تجزیه طلب دفاع کنی، طرفداری کنی و آکسان بذارم روش. در ورشو آقای ام ام، در ورشو دیگران به علی جوانمردی حمله کردن، دیگران حمله کردن. من پرچم سرنگ شیر خورشید نشان رو به زور توی ویدیوها هست ببینید. من کلا مدیریت اونجا با من بود، گفتم چون به آقای جوانمردی توهین شده الان خودش اینجا هست میاد خودش دفاع میکنه. من فکرم آدم دیگه و چون در جمع توهین شده خودش دفاع بکنه، به زور پرچم شیر خورشید رو دادم دستش، بعد این حرف رو زدم، میکروفون رو دادم بهش، پرچم شیر خورشید رو گرفت سر و ته کرد. برید تو ویدیو ببینید آقای ام ام، پرچم شیر خورشید ایران رو سر و ته کرد. نه برگشت گفتش که من حزبی عمل نمی‌کنم، پرچم رو دست من ندید. به زور بدم دستش، گفت من حزبی نیستم. کسی که پرچم شیر خورشید رو حزبی میدونه یعنی فهم و درک و سواد و دانش و اندیشه سیاسی نداره، فقط بهش تزریق میکنم، پولو میگیره میاد اینه توتی چشمو میبنده، دهنو باز میکنه میره. ببین الان میگه مثلا علی جواب هی به ما میگه ماها چی کار کردیم. آقا شما که اومدی بالا میگی فقط شما لایو میذاری، مگه خود علی جوانمردی چه غلطی میکنه؟ ایشون مرده میذاره، ما لایو میذاریم ایشون مرده. چه غلطی میکنه بجز این که بیاد دوغ و دوشاب و قاطی بکنه، یه مش یاوه و راست و دروغ و به خورد مردم بده، ضمن این که در اون بزنگاه‌های تاریخ هم مردم رو گمراه کنه. واقعا چی کار کرده؟ ما اصلا دموکراسی قبول نداریم. آقا من کسافت زنم از بالا تا پایین دموکراسی. برو آقا شما اصلا مغزت خرابه. شما اومدی اینجا داری میگی سلطنت طلب‌ها، یعنی دقیقا صحبت جمهوری اسلامی، تبلیغات منفی جمهوری اسلامی بر ضد پادشاهی رو که در قالب سلطنت طلبی اومده خلاصه کرده و اینو انداخته در اذهان امثال شماها، شما با همون واژگان جمهوری اسلامی میخواد بر ضد جمهوری اسلامی مثلا مبارزه کنی؟ اصلا شما خودت میدونی با خودت شما اصلا در تضادی هم میهن. شما اصلا کلامت اصلا آقای مهربانی تضاد وجود داره. ایشون خودش چه ادعایی میکنی شما؟ اصلا من نمیدونم کسی که میاد میخواد یک بحثی رو مثلا انجام بده آیا اصلا اون کفایت و اون درایت انجام یک بحث و گفتگو رو داره؟ شما از واژه‌های جمهوری اسلامی، از واژه‌های ایران ستیزان استفاده می‌کنی، بعد حتما مدعی مبارزه فعال سیاسی و این یابه‌هایی که تو این تلویزیون‌ها به خوردتون هم میدن هستید دیگه. غیر از اینه ببین، جمهوری اسلامی و مافیا جهانی یه کاری کرده، یه سری زامبی سیاسی درست کرده. یعنی وقتی چهار تا آدم بی سواد و میاد تو ایران اینترنشنال و من و تو وایس آف آمریکا و کانالی که شهرام شالاتان و
خود شبکه که جمهوری اسلامی میاد یه مش آدم بی سواد کارنابلد احمق و میاد به عنوان دکتر و مهندس و کارشناس سیاسی و اجتماعی اینا معرفی میکنه، یه همچی آدم های ساده لوحی هم فکر میکنن که مثلا با لومپن بازی، با حرف مفزدن، با چهار تا واژه بلعور کردن، با آروغ روشن فکری زدن مثلا دارن بحث میکنن. این جامعه رو داره یعنی تولید زامبی سیاسی کرده. امثال این شخص به ایران هم سوگن هستن در این جامعه ما و این بدبختی جامعه ماست. اینا زامبیای سیاسی هست و همینا هم گرفتاری برای مملکت هم. یعنی همینها امثال اینها عاملانی هستن که 43 سال جمهوری اسلامی خب داره کشور رو ویران می‌کنه. جامعه مهربانی ایشون یه حرف مفت زد. مثل ببینید تخم و ترکه تجزیه طلب یعنی این. اینو داشتم میگفتم تو ورشو من میکروفون رو دادم از خودش دفاع کنه، تهمت زد به شاهزاده رضا پهلوی، الانم این اومد توهین کرد به شاهزاده رضا پهلوی. معلومه اینا چه تخم و ترکه‌ای هستن. اینا یه پرسش دیگه ای دارید بفرمایید، اگر نه که بریم داخل ایران خیلی شلوغه. جناب دکتر مهراد شما مطلبی دارید در رابطه با این مسائل بفرمایید. آی دکتر مهراد تشریف دارید؟ بله بله هستم. نه چیز خاصی نیست، من بیشتر شنونده از خواهم بود. آنچه باید میگفتم در این برنامه و ویژه این برنامه بود رو گفتم و از شما و همیهنان گرامی هم سپاسگزارم. سپاسگزارم از شما جناب دکتر مهراد عزیز که زمان گذاشتی تشریف داشتید. سعید جان شما هستی روی خط عزیز؟ آقای قاسمی. بله من هستم، متهمم با بچهای داخل مشغولم. خبر خوب اینه که شوش دانیال تقریبا در دست مردمه، یعنی فرمانداری و استانداری هرچ کفت زهرماری از رژیم اونجا هست رو مردم در اختیار گرفتن. یه سری ویدیو هم همین الان دوستان فرستادم، من روی برگه رستاخیز سیمرغ توی اینستاگرام، توی تلگرام و توی فیسبوک گذاشتم که دوستان لطف کنن حتما برن و این ویدیو رو پخش کنن. بسیار بسیار مهمه که این صدا شنیده بشه و همینجا هم قول این رو میدم که فردا شب فریاد جاوید شاه و رضا شاه روحت شاد رو در استان خوزستان خواهیم شد. بسیار عالی، امید پیروزی. بسیار نیکو جان مهربان. راهکار میخواهید؟ راهکار پوزش میخوام. راهکار این سازماندهی های محلی بریم ویدیوش رو نگاه کنین، یاد بگیرین و برای دیگران رو پخش کنین. این راهکار. بله سپاس از شما جناب مهربانی که تشریف داشتید. دوستان عزیز سپاس از شما. ویدیوهایی که جناب قاسمی الان اشاره کردن از داخل میاد اینا رو پخش کنید. کسانی هم که تا حالا بعد از 43 سال راهکار پیدا نکردن 43 سال دیگه هم دنبال راهکار باشن بد نیستش. هر جایی اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک، توییتر، هر جایی که فعالیت میکنید در هر پستی زیرش حتما بنویسین جاوید شاه. اینو فراموش نکنید. جاوید شاه رو در هر شرایطی بنویسید پخش کنید. این تنها رمز پیروزی ما و نجات ایرانه. از اینکه با ما بودید حدودا 3 ساعت از یکایک که شما سپاسگزارم. طبق معمول همیشه بهترین ها رو از صمیم قلبم براتون آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی، برافراشته با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان. تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه تنها کلام من است. تا برنامه دیگر بدرود. بدرود. امیدوارم که صدام بهتر شده باشه. من مطالبی که داشتم عرض میکردم تو لایو قبلی ولی خب صداشون ایراد داشت، پاک کردم مجددا گذاشتم. یکی از دلایل بسیار بسیار مهمی که خیلی از هموطنان سوال میکنن یا این یکی از مهم ترین سوال هایی هست که توی ذهن ما ایرانیان هست که اینه که چرا قیام ها در ایران سراسری نمی شود؟ چرا مثلا اگر استان خوزستان مردم میان بیرون چرا استان های دیگه به این قیام نمی پیوندن؟ چرا اگر استان سیستان و بلوچستان مردم میان بیرون استان های دیگه به این حرکت نمی پیوندن؟ یا حتی مردمان دیگری که در اون استان ها هستن چرا به این حرکت نمی پیوندن؟
ما بارها و بارها در رستاخیز سیمرغ این اصل مهم رو مطرح کردیم و همیشه هم مورد حجمه و حمله اراذل اوباش جمهوری اسلامی در داخل و عوامل مافیایی نگهدارنده جمهوری اسلامی در خارج از کشور قرار گرفتیم. میدونید همیشه برگه رستاخیز سیمرغ که تحت شدیدترین حملاته. من و جناب کمالپور هم که دیگه به قول معروف فقط کافیه سرچ کنید توی گوگل ببینید چه داستانایی برامون درست کردن. مهمترین دلیل و مهمترین دلیل اینی که چرا قیام ها در داخل ایران سراسری نمیشود دوستان، وجود رسانه های خارج از کشور، رسانه های فارسی زبان در خارج از کشوره که مأموریت اصلیشون حفظ جمهوری اسلامی به هر طریق ممکن که شده. حالا عواملی که به عنوان کارشناس دعوت میشن در این رسانه ها عواملی هستند که هماهنگ شده با جمهوری اسلامی گام برمیدارن و از سمت بنیادی به اسم بنیاد FDD که زیر مجموعه جورج سوروس هست، که خود جورج سوروس دست چپش میشه اصلاح طلبان در داخل ایران، دست راستش میشه این افراد یا این اپوزیسیون، اینها میان و مرتب مردم رو دلسرد میکنن. یعنی اگر مردم سیستان و بلوچستان چند وقت پیش حتما به خاطر دارید توی کشتار سراوان که جمهوری اسلامی انجام داد، زمانی که مردم اومدن بیرون رسانه های خارج از کشور شروع کردن یه سری افراد رو دعوت کردن به عنوان کارشناس و به این افراد مثلا چون طرف از سیستان و بلوچستان ایران بود یا از خوزستان یا از کردستان ایرانه، اینا رو میارن و به عنوان نماینده مردمان اون شهر معرفی میکنن و این افراد میشن کارشناس مسائل استانی، که البته استانی به اسم در عمل چیز دیگه است که حالاش میرسم، و شروع میکنن به دل سرد کردن مردم ایران. یعنی چی؟ یعنی شما میبینید در سیستان و بلوچستان، در استان خوزستان الان چند روزیه، شاید یک هفته بیشتره که مردم اومدن بیرون دارن فریاد میزنن آب نداریم، هوا نداریم، حداقل امکانات رو نداریم و مخاطبشون هم جمهوری انگلنشان آخوندیه و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هست. اما در خارج از ایران افرادی رو میارن که این افراد شروع میکنن از این قیام ها یک سوء استفاده کردن به نام برای اربابانشون مافیا و دو دل سرد کردن مردم ایران از حرکتی که شروع شده و سه دادن بهانه سرکوب به جمهوری اسلامی. حالا مثلا از چه قراره؟ مثالش چیه؟ شما الان در داستان خوزستان دارید میبینید این اتفاق رو، رسانه شعبه چهارم صدا و سیمای جمهوری انگلنشان آخوندی، شعبه چهارم صدا و سیمای جمهوری اسلامی در لندن به اسم رژیم اینترنشنال که اتفاقا بیننده زیادی هم در داخل ایران داره، میاد آدمهایی رو دعوت میکنه که این آدمها به جای اینکه به درد دل ملت در داخل ایران بپردازن، میان شروع میکنن به ماهیگیری برای اربابشون که دنبال تجزیه ایرانه. نمونهش این شخصی که الان من ویدیوشو میذارم که شما میشنوید، دو تا ویدیو ازش میذارم، یکی از بدنامترین اشخاص در داخل خوزستانه. دو، یکی از همتباران و همقبیله های علی شمخانی، دبیر کل شورای مقاومت، شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی که همه تو میشناسینش، علی شمخانی دبیر کل شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، این شخص فامیل شمخانیه از یک طرف، از طرف دیگه تا همین 7-8 سال پیش ویدیوهاش توی گوگل هست، جمهوری اسلامی اینو دعوت میکرد توی استدیو صدا و سیما و باهاش مصاحبه میکرد برای مسائل خاورمیانه و ارادت بسیار بسیار خاصی هم به علی خامنه ای و علی شمخانی و اون آخوند جزائری در خوزستان داره. حالا این شخص رو رژیم اینترنشنال میاره به عنوان نماینده مردم در اهواز معرفیش میکنه و میگه مردم اهواز چی میخوان. حالا شما قیام ها رو در اهواز در خوزستان شنیدید، حالا ببینید این شخص چی میگه و خودتون رو بذارید به جای یک هموطنی که توی خوزستان، توی شیراز، توی فارس، نمیدونم توی اصفهان نشسته و میخواد از هموطنش در خوزستان دفاع کنه. یه دفعه میبینی تلویزیون رو طرف روشن میکنه، میبینه این شخص اومده نشسته با دیشتاشش، با این حالا قبلا که این دستار سرش قرمز بود، یعنی وهابی بود، حالا سفید کرده، میاد نشسته و صحبتی میکنه که برق از گوش شمایی که در شهرهای مختلف ایران نشستید میپره که ای وای از این حرکت، از این قیام حمایت نکنین چون دنبال تجزیه ایرانه. این از یک سو، از سوی دیگه بهانه رو میدن به جمهوری اسلامی و
برای اینکه اینا رو بتونه سرکوب کنه، یعنی مردمی که اومدن میگن آب نداریم رو بتونه سرکوب کنه، به چه بهانه‌ای؟ به بهانه‌ای که آقای بنی طرف و امثالهم میان و مسائلی که اربابانشون بهشون دیکته کرده، یارو در لندن نشسته ویسکیشو خورده، از هیچ کجا هم خبر نداره، هیچ چی هم توی ذهن و روان و روحش نیست جز ایران ستیزی، و یک متنی براش توی ایمیل میاد و این متن رو میاد توی تلویزیون مطرح میکنه. بریم یه چند تا یک کوتاه از صحبتاشو بشنویم برمیگردیم. ضمناً خیلی دقت کنید به همون اول کار که این آقا میخواد چیکار کنه. سیزی بنی طرف دبیر کانون مبارزه با نجات پرستی در ایران از لندن ما رو همراهی میکنن. آقای بنی طرف، آخرین اطلاعات و گزارش های شما رو بشنویم از ابعاد اعتراضات در استان خوزستان. اولا من تشکر کنم از پوشش گسترده و پیاپی شما برای رساندن صدا این بی صدایان ملت عرب، ممنونم. خب همین اول کار دوستان دقت کردید، ملت عرب یعنی چی؟ یعنی اونایی که اومدن توی خوزستان، توی سوسنگر، توی آبادان، توی نمیدونم اندیمش، توی دسفور، اونایی که اومدن بیرون فریاد زدن میگن آب نداریم برای خوردن، حیواناتمون داره میبیره، دشتامون نابود شده، مزارع کشاورزیمون نابود شده، همه ملت عربن. اینو خوب دقت کنید. و این کدواژه ملت عرب، کدواژه تجزیه طلبان و کسانی که عوامل مافیایی هستند، چه در داخل یعنی امثال علی شمخانی، چه در خارج امثال بنی طرف و حالا دیگرانش که بهشون میرسیم. بسیار بسیار این قسمت مهمه، اینو بهش گوش کنید. فقط ضربه اول گوشه، حالا بریم بقیه‌اش. عرض حضور شما، شما از سه شهید نام بردید، امروز چهارمین شهید توسط سربازان خمینی به خون نشست. ببینید انقدر این آدم بیشعوره، انقدر این آدم احمق و نادان و پست و کودن و بیسواد و الاغ تشریف داره که نمیدونه خمینی 30 سال پیش به درک واصل شد. این سربازانی که الان دارن ملت ایران رو میکشن، سربازان دوست و فامیل و رفیقش علی شمخانی و علی خامنه‌ایه. این هنوز نمیدونه خمینی مرده، بعد میاد از درد و دل ملت ایران صحبت میکنه. حالا برگشت رو بشونه. نام ایشان سید حسن آل ناصر هست که دیشب از ناحیه سر مورد هدف قرار گرفت در شهر خفاجیه سوسنگر و امروز متاسف. ببینید یکی دیگه از مطالبی که مثلا اون هموطنی که توی خوزستان نشسته میاد کدواژه هایی که ایران ستیزترین سایت، ایران ستیزترین سایت خبری، یعنی بعد از قبل از بی بی سی حتی، که بسیار بسیار من متاسفم برای هموطنانمون که میان از این سایت ایران ستیز میان مطلب پخش میکنن و با همون تیتر اون سایت، اون سایت سایت العربی است، سایت العربیه میاد شهرهای استان خوزستان رو به نامهای عربی اصلا تغییر نام میده و بعد اونا رو توی تیتر خبرهاش میزنه. من و شمای ایرانی خارج به قول معروف دلسوز ایرانم میایم همون خبرها رو پخش میکنیم. کدواژه ها رو دقت کنید، نام شهرها رو این جانور العربیه میاد اون نامی رو میذاره که اینها بعدن میخوان راجع به یک کشوری به اسم کشور الاهواز حالا در موردش صحبت میکنیم، اینا میخوان این مطالب رو بگنجونن توی ذهن مردم. حالا وقتی این شخص میاد مثلا این اسامی رو به کار میبره، اون هموطنی که توی خوزستان نشسته میخواد بره به این حرکت بپیونده، اونم آب نداره، اونم غذا نداره، اونم نون نداره، اونم حیواناتش مرده، ولی وقتی میشنوه نماینده مردم خوزستان در رسانه خارج از کشور ضد انقلاب اومده و صحبت از ملت عرب و شهرهای ایران رو دگرگون میکنه نامشون و اون چیزی که مافیا میخواد، یک دل سرد میشه و دو حمایت نمیکنه، یعنی از اون جریان حمایت نمیکنه. بعد چه اتفاقی میفته؟ اون هموطن ما که اومده توی خیابون داره فریاد میزنه تنها میمونه. و این راجب بقیه استانهای ایران هم هست، حالا بهش میرسم. بریم بقیه صحبت این یارو رو گوش کنیم. استفانه درگذشت، تسلیت من به خانواده این جوان رشید.
و خب در همین خفاجی سوسنگرد هم شعارهای وحدت طلبانه در واقع رمز فرستاده شد به سایر ملیت ها در ایران، به سایر لایه ها و طبقات اجتماعی. در اونجا شعار داده شد از شعب یعنی اسقاط نظام. یه دقیقه یعنی گوش کنید دوستان، یه دقیقه. وحدت طلبانه در واقع رمز فرستاده شد به سایر ملیت ها در ایران، به سایر ببینید خیلی خیلی مهمه. رمز داده شد به سایر ملیت ها در ایران، بی پدر بی شرف هزار پدر. ما در ایران یک ملت داریم، اونم ملت ایران است. و این ملت ایران در خوزستان هست، در سیستان و بلوچستان هست، در شمال ایران در خراسان هست، در آذربایجان ها هست، و این اسمش ملت ایرانه. کدواژه ملیت های ایران کدواژه‌ایه که مافیای جهانی خوابش رو برای ما دیده، و تمام اینها اسنادی میشه برای آینده که اینا بتونن اون جفتک این که میخوان به تانگو طویله بزنن رو بزنن. حالا توی رسانه‌ای میاد و این صحبت ها میشه، هیچ واکنش هم بهش داده نمیشه توسط مجری این رسانه. بقیهش رو گوش کنید دوستان. پایه‌ها و طبقات اجتماعی در اونجا شعار داده شد از شعب یعنی اسقاط نظام، یعنی ملت خواهان سرنگونی نظام است. این خب ببینید، ملت خواهان سرنگونی نظام است. وقتی هموطنان ما در خوزستان اومدن و این شعارها رو دادن که همین امشب هم همین الان هم دارن میدن، ملت خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی است، یعنی ملت ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی است. اینو در 28 خرداد توی سیرک عدم شرکتشون توی سیرک انتخاباتی هم نشون دادن. ملت ایران، آقای بنی تروف، آقای هزار پدر، ملت ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی است، نه ملت عرب. مگه ما در خوزستان فقط عرب داریم؟ ما 30-35% طبق آماری که بچه های داخل خوزستان دادن و خود جمهوری انگلشان آخودی منتشر کرده، 30-35% مردم استان خوزستان هموطنان عرب زبان ما هستن. پس بقیهشون چی؟ حالا گوش کنید. به نظر من باید پاسخی بیابه در بین سایر ملیت ها و طبقات اجتماعی. این بی‌اعتمادی، این دیده شک و شبهه را باید نسبت به هموطنان عربمون بزداییم. واقعیت اینه، این پیام خیلی مهمه. درسته اون خب بزداییم. چجوری بزداییم؟ اون هموطن من که توی سیستان و بلوچستان نشسته چند وقت پیش توی سراوان به خاک و خون کشیدن خودشون خون آوردشو، اون هموطن من که توی کردستان نشسته، اون هموطن من که توی یزد نشسته یا توی بوشهر نشسته یا توی خراسان یا توی شمال ایران نشسته، وقتی توی الاغ میای قیام مردمی و ملی مردم ایران رو تبدیل میکنی به قیام ملیت های ایران و میای میگی در ادامه میگی اینا خواستار جدایی از ایران رو نمیدونم کوفت زهرمار هستن، اون هموطن من که در سایر نقاط ایران نشسته به این حرکت نمیپیونده. چرا نمیپیونده؟ چون اون هموطن علاوه بر این که با جمهوری اسلامی دشمنه، با تجزیه طلب هم دشمنه. اون هموطن من میدونه وقتی بیاد یک کسی مثل تو بیای اسم بذاری روی یک جریانی، بگی این جریان جریان تجزیه طلب هاست، وقتی مردم اومدن برای آب دارن قیام میکنن، تو میای بهشون میگی اینا دنبال استقلال و خودمختاری هستن، اون هموطن من در سیستان و بلوچستان، اون هموطن من در یزد، در کرمان احساس خطر میکنه. چرا؟ چون ایران براش مهمه، چون ایران براش در اولویته. درسته با جمهوری اسلامی دشمنه، اما با تجزیه طلب هم دشمنه. جمهوری اسلامی و تجزیه طلبان در خارج از کشور دو دست یک پیکرن. یعنی کی؟ یعنی مافیای جهانی. یعنی کی؟ یعنی سروس. یعنی کی؟ یعنی محمد خاتمی که میاد میگه فدرالیست بهترین نوع حکومته، با یوسف بنی تروفه نمیدونم بی پدر، جفتشون یک حرف رو میزنن تجزیه ایران. یعنی علی خامنه‌ای و دیگرانشون که میان صحبت از صحبت از اون جریان های قومیتی در داخل ایران میکنن، وقتی توی مناظره تبلیغاتیشون برای ریاست جمهوری میان صحبت از ملیت های ایران میکنن، یعنی اون محسن رضایی با توی بنی تروف جفتتون دشمن ایرانید. بنابراین هموطن من که تو سایر نقاط ایران نشسته، نه تنها به این حرکت و به این قیام ملت، به این قیام مردم اهواز نمیپیونده،
بلکه سعی میکنه اینو محکومش کنه، سعی میکنه اگر جمهوری اسلامی اومد اینا رو سرکوب کرد بگه خب دشمن دشمنه، چه فرقی میکنه. کی این کارو میکنه؟ این اراذل و باش در خارج از ایران و رسانه ها. حالا برگردش رو گوش کنیم. شعار جان و خونمون فدای اهواز داده، در کنارش این شعار هم داده شده. هر شب این برنامه ها، این تظاهرات، این اعتراضات ادامه پیدا میکنه و ادامه کرده، علی رغم دستگیری های گسترده‌ای که در محمره خرمشهر هم وجود خودتون اشاره کردید یا در محمره خرمشهر. ببینید دوستان، این کلید واژه هایی که سایت ایران ستیز العربیه داره توی ذهن ما ایرانی ها میکنه و متاسفانه ما هموطنانمون در خارج از ایران هم اکثرا منبع خبرشون شده العربیه با همون تیتر که بسیار بسیار اشتباهه. خفاجیه حتی در اهواز این ادامه داره، چون مسئله مرگ و زندگیه. آقای بنی‌طرف، چقدر این اعتراضاتی که الان داره اتفاق میفته دوستان، حالا میخوام به شما بگم که رسانه، یعنی رسانه ها که حالا تو دو تا ویدیو شو براتون میذارم، رسانه ها با اون مصاحبه شونده جفتشون هماهنگن. یعنی چی؟ یعنی سوال اومده برای مجری، برای تلویزیون رژیم اینترنشنال، بی بی سی و دیگرانشون، پاسخ رفته برای اون کسی که قراره باش مصاحبه بشه. ببینید چجوری سوال میکنه که چجوری پاسخ بگیره، بسیار مهمه. و شرحش رو از شما هم شنیدیم. اعتراضات به آب هست، خب مسلماً الان شروع شده در سه روز گذشته. چقدر با دیگر مشکلات این منطقه از جمله کاستی هایی که در مسئله معیشتی و اقتصادی وجود داره گره خورده؟ در واقع اینها تراکم های تاریخی و رسوبات نارضایتی های عمیق این مردم از این نظام مستبد و شوونیست هست. به این ببینید در شعارها هم میبینیم، یعنی جوانان فریاد میزنند که ما کار نیست، آب نیست، گرسنگی داریم، عزم حضور شما آزادی نداریم، ما را دارن چپاول میکنند. علاوه بر این که ثروتهای زیرزمینی و روزمینی ما را چپاول میکنند، ما را هم میکشند. یعنی به شهروند عرب میگن که ما نفت شما، گاز شما، آب شما، برق شما و همه چیز شما را میبریم و در جیب اولیگارشی حاکم میریزیم، ولی شما نباید. علت این وضعیت شما چی میدونید آقای بنی‌طرف؟ چرا باید با وجود شرایط جغرافیایی خاصی که حالا استان خوزستان داره، رود پر آب داره، چنین شرایطی الان در استان رو مشاهد باشید؟ متاسفانه من یک بار به شما هم گفتم، یک نگاه نژادگرایانه هست در بین نخبگان مذهبی حاکم بر ایران و این نگاه باعث میشه که تمام سرمایه گذاری های و بخصوص صنایع آببر در مناطق مرکزی ایران ایجاد بشه. خب ببینید چند تا مطلب. اولا جنایات جمهوری اسلامی رو این شخص، جنایات جمهوری اسلامی رو میاره در سطح خیلی 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 پایین و میچسبونش فقط به یک استان، اونم استان خوزستان. یعنی جمهوری اسلامی بقیه ایران رو کرده گل و بلبل، فقط استان خوزستان به قول معروف شده آسیب پذیرترین، یعنی اینجوری به شما بگم، فقط به استان خوزستان ظلم شده. نه، این یکی از حرکاتش. حرکت دومش، آقای بنی‌طرف، خوزستان، هموطن من در خوزستان، دریای کاسپیان مال هموطن من در خوزستانه، سیوسپل اصفهان مال هموطن من در خوزستانه، همین گونه ثروت‌های زیرزمینی که در خوزستان هست مال هموطن من در سیستان و بلوچستانه، مال کل ایرانه، مال کل ملت ایرانه. وقتی شما میای اینو، یعنی چی میاد میگه؟ یعنی میاد میگه فرض کنید مثلا ما اینا به خیال خودشون یه کشوری داریم که این کشور رو جمهوری اسلامی اومده داره منابعشو میدزده، بعد به مردم اون کشور نمیده. جمهوری اسلامی، آقای بنی‌طرف، که فامیل خودت،
فامیل خودت یعنی علی شمخانی عالی ترین مقام امنیتی بعد از رهبری رو علی شمخانی فامیل توی بیناموس داره، به تمام ایران ظلم کرده. آقای بنی‌طرف چرا از مافیای علی شمخانی و آخوند جزایری در خوزستان هیچ زمانی صحبت نمی کنه؟ چرا؟ خوزستان رو کی ویران کرد؟ آیا غیر از مافیای شمخانی و جزایری با همه؟ چرا از اقوامت صحبت نمی کنی؟ بقیهش رو گوش کنی. و این نمیدونم اینها ترس دارن که چه تحولی ایجاد بشه که نمیرسن به این مناطق پیرامونی و بخصوص به اقلیم اهواز. خب این کدواژه اقلیم اهواز هم دوستان دیگه همتون میدونید که جریانش چیه. اما یه مطلب دیگه ایشون گفت، این آقا گفت که آب اهواز رو میبرن، خوزستان رو میبرن برای استانهای مرکزی ایران. کدوم استان؟ چرا نمیای بگی آب اهواز داره میره برای کویت؟ چرا نمیای بگی آب خوزستان داره میره برای عراق؟ چرا نمیای بگی آب خوزستان داره میره برای امارات؟ چرا نمیای بگی بیشرف این چیزا رو؟ چرا نمیای خبر بدی از شبکه زیرزمینی که جمهوری اسلامی ارباب تو و فامیل تو داره آب آقا علی شمخانی و آخوند جزایری دارن آب خوزستان رو به کشورهای عرب همسایه ایران میفروشن؟ چرا نمیای بگی آقای بنی‌طرف کدوم اسم استان مرکزی ایران آب داره؟ اصفهان آب داره، شیراز آب داره، یزد آب داره، کرمان آب داره، خراسان آب داره، استان مرکزی آب داره، کدومشون آب داره؟ چرا دروغ میگید؟ چرا واقعیت به ملت نمیگید؟ چرا نمیگید آب ایران داره توی کویت به اندازه به ارزش هوا، به ارزش همین پوست پیاز آب ایران داره فروخته میشه؟ چرا نمیاد بگید؟ بریم یه مصاحبه دیگه‌اش گوش کنیم دوستان. این توی برنامه دیگه است، تو همون رژیم اینترنشنال. یعنی این انگل، این انگلی که دارید می‌بینید، این شده نماینده مردم خوزستان توی همه رسانه‌ها، از بی بی سی بگیر، من و تو، ان و گو، همه اینا در بیاد تا رژیم اینترنشنال. بریم بقیه صحبتش اینجا رو گوش کنیم. مرد خیابانی بوده، تظاهر کنندگان با نیروهای انتظامی خیابان به خیابان درگیر می شدن و به همین علت هم یک نفر کشته شد و یک کودک هم بر اثر گاز اشکاور زخمی شد. اولا آقای اناغا اولاق گاز اشکاور کسی رو زخمی نمی کنه. گاز اشکاور باید مگه گلوله است که بزنن یکی رو زخمی کنن؟ بیشور. اما دوستان به سوال این عبدالله فرحزاد آخوندزاده، این مجری تلویزیون اینترنشنال، یک آخوندزاده است مثل روح لازم، گوش کنید ببینید سوال چیه. فقط ما بی سابقه بی آبی هم خب همه رو کلافه کرده، مسئولان استانی، مسئولان دولت مرکزی چه میگن؟ آقای فرحزاد مگه ما چند تا دولت دار داخل ایران داریم که دولت مرکزی؟ مگه چند تا دولت الان در داخل ایران وجود داره؟ وقتی شما میگی دولت مرکزی که یک طرح فدرالیست رو در نظر بگیری، حکومت‌های کوچولو کوچولو و یک حکومت مرکزی، یک حکومت الان در ایران یک حکومت اشغالگر وجود داره، اونم حکومت جمهوری انگلشان عبری عربی کمونیستی قاصب بر ایرانه. بقیه‌اشو گوش کنید. ببینید صحبت‌های کارشناس، مهمان کارشناستون خب روی هم رفته دقیق بود، منتها ایشون ابا دارند که صحبت از نبود عدالت اجتماعی و عدالت محیط زیستی کردند ایشان. من باید بگم که این بی‌عدالتی تا حد آپارتاید رسیده، به این معنا که حالا خوشسالی هست، میگن در همه ایران هست، منتها حکومتگران یک استان را قربانی یکی دو استان کبیری کردند. یک استان به قول خودشون زرخیز و پر از ثروت زیرزمینی و زمینی و خدمات و برق و آب و همینا، به این ترتیب که این همه صد ساختند از دوره رفسنجانی، این صدها علاوه بر مقاصد اقتصادی مقاصد سیاسی هم داشته.
این دقیقاً اون نکته ایه که دوستان هموطنان باید بدونن، دقیقاً اون نکته ایه که هموطنان باید بدونن. این یه تیکه حرفش درسته. هر کاری که جمهوری انگلنشان آخوندی در 43 سال کرد، هر گامی که جمهوری اسلامی برداشت در مسیر سیاست مافیای جهانی بود. یعنی شما فکر نکنید چهار تا آخوند الدن که توی ایران نشستن اینها کار انجام میدن یا اینها فکر میکنن، نه، ته بهشون داده میشه. سطحایی که جمهوری اسلامی زد و قراردادهایی که امثال شمخانی، فامیل بنی تروف و دیگران بستن و آب ایران رو دارن صادر میکنن، خاک ایران رو دارن میدن به کشورهای عربی که یک کلمه این بیناموس در موردش صحبت نمیکنه، کی داره این کارو انجام میده؟ فامیلای این علی شمخانی، علی خامنه‌ای، اون آخوند جزائری و مافیای زیر مجموعه شون. تمام اینا روی حساب کتاب بود. حساب کتابش چی بود؟ این بود که جمهوری اسلامی در طول این 43 سالی که داره خبر مرگش زندگی میکنه و عمر میکنه و ملت رو میچاپه، زمین سازی هایی رو بکنه که این نارضایتی ها در حاشیه های ایران و در مرکز ایران و در کل ایران نارضایتی مردمی رو به گونه ای پیاده کنه که انفرادی مانند بنی تروف بتونن بیان صحبت کنن و بگن اینها دنبال تجزیه و جدایی ایران هستیم. ما اینا میگن، یعنی جمهوری اسلامی و مافیا در خارج از کشور و این افراد در رسانه ها همشون دارن یک سناریو رو جلو میبرن، منتها یکیشون در قالب حکومتگر، یکیشون در قالب مخالف حکومتگر، مثبت و منفی جفتشون از یک منشأ میان، مافیای جهانی که شاهنشاه آریامن اگه یادتون باشه فرمود اینا میخوان ایران رو ایرانستان کنن، چیزی که این اراذل دنبالشن. بقیهش رو گوش کنیم. یعنی حاکمیت ایران همیشه مایل بوده که عرب زدایی بکنه از استان، چون میدونید اکثریت جمعیت این استان رو دفتاد 74% عرب هستن و... ببینید بزرگترین دروغی که این کثافت توی رسانه میاد میگه و اون مجری گاو و بیپدری که مقابلش ایستاده و ازش سوال نمیکنه، ازش نمیپرسه شما بر چه اساسی میگی 74% مردم خوزستان عرب هستن؟ بر چه اساسی میگی؟ آقای بنی تروف، میشه اون سایت، میشه اون رای گیری، میشه اون سرشماری آماری که شما داری رو به ملت ایران نشون بدی که 74% مردم استان خوزستان عرب هستن؟ چرا دروغ میگید؟ چقدر بیشرفید شما؟ حالا این میاد یه 74% رو میگه که بگه 15% هم بختیاری و دیگرانی هستن که حالا اونا رو مهم نیستن، اونا هم رفتن هم از این کشور با خیال خودشون رفتن، هرچند در آینده مثلا اینا ما پاک زدایی میکنیم. بعد آقای بنی تروف که الان در ادامه میگه، الان صحبت جمهوری اسلامیه تو این قسمت، صحبت جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی میخواد عرب زدایی کنه. آخه انچوچک جمهوری اسلامی که لباسش عربیه میخواد چی عرب زدایی کنه؟ جمهوری اسلامی که اصلا از اون رهبر الدنگش تا اون نماینده چرمنگش وقتی میان توی رسانه هایی میخواد صحبت کنن، اول باید یه رو عربی برخور کنن. جمهوری اسلامی که تمامش عربیه، اصلا سیستم عربیه جمهوری اسلامی، چی عرب رو میخواد عرب زدایی کنه؟ جمهوری اسلامی که مقامات ارشدش عربن، مگه علی شمخانی کیه؟ مگه آخوند جزایری کیه؟ مگه بقیه آخوندهایی که توی جمهوری اسلامی سید و سفید و سیاه هستن اینا کیان؟ اینا تخم عربن، اینا مثل خودتن دیگه. منظورم از عرب اون عربی نیست دوستان، منظورم اون تازیانه که این یکیشه. حالا ببینیم بقیه شو اینا همه رو گفت در مورد جمهوری اسلامی، حالا ببینیم چی میگه. و این همیشه براشون دغدغه خاطر بوده، هم در دوره پهلوی و هم در دوره جمهوری اسلامی. رفسنجانی در واقع این هم... ببین این مزخرفات رو گفت که اینا میخوان عرب زدایی کنن، هم در دوره پهلوی هم در دوره جمهوری اسلامی. آخه بیشرف، خوزستان ایران یکی از شهرهای نمونه در دنیا در دوره شاهنشاه آریامهر بود، مگه نبوده؟ ملت بنویسید دیگه. اینی که میگن آبادانیا بلوف میزنن برای چی میگن لاف میزنن؟ چون اون در اون تاریخ شاهنشاه تمام امکاناتی که در پاریس نبود، در پاریس نبود، در آبادان و در خوزستان شاهنشاه فراهم کرده بود، مگه نکرده بود؟ خب شاهنشاه کجا میخواست عرب زدایی کنه؟
تمام خدمات شاهنشاه در آریامر در استان و خوزستان. همین الان اگه خوزستان هنوز داره نفس میکشه به خاطر خدماتی که شاهنشاه آریامر انجام داد. همین الان رضا شاه بزرگ کم خدمات به خوزستان انجام داد بی پدر. رضا شاه بزرگ اومد اون شیخ خزعلی که داشت مردم خوزستان رو میکشت که گرفت دومش پرتش کرد بیرون. کجا خوش رضا شاه بزرگ اومد عرب زدایی کنه؟ کجا شاهنشاه آریامر اومد عرب زدایی کنه؟ بقیه شوشتم همه صدرا ساخت فقط جنبه اقتصادی نداشته. این نتیجهش این و اضافه بکنید این نقش شرکت استعماری ملی نفت ایران که اکنون به تاراج هورالعظیم نفت و گاز هورالعظیم پرداخته همراه با شرکت‌های چینی و اساساً 12,000 نفر ساکنان هورالعظیم یعنی شهروندان ایرانی شهروندان عرب را در اون من خوب دقت کردید دوستان. 12,000 اینجا یه دفعه یادش رفت شهروندان ایرانی بلافاصله یه دفعه یادش رفت الان حقوقش رو قطع میکنه گفت شهروندان عرب رو. ببینید حالا من اینو گذاشتم برید ببینید اصلا این یوسف بعد بسش دیگه کافیه. برید ببینید یوسف بنی طرف کیه چی میگه حرف حسابش چیه. این یوسف بنی طرفه، این سایت اصلی یوسف بنی طرفه. ببینید این سایت یوسف بنی طرفه، این سایت خود دیوسشه. ببینید حالا این آینده و رویای این شخصه. خوب دقت کنید هموطنان، خوب دقت کنید ببینید این شخص کیه. اهواز رو ببینید، این کل این مناطق رو، کل این مناطق رو اینا یه کشورک خیالی برای خودشون در نظر گرفتن به اسم الفلان، خلیج اونم که خلیج الفلانه. این یوسف بنی طرفه. من یه چند تا عکسش رو نشونتون بدم. حالا میدونید چرا قیام ها در داخل ایران سراسری نمیشه دوستان؟ میدونید چرا؟ من چراشو گفتم ولی یه بار دیگه میگم. این افراد رو ببینید، این افراد رو ببینید، هر وقت داخل ایران، هر زمانی داخل ایران، چه سیستان و بلوچستان، چه خوزستان، چه کردستان، چه جاهای دیگه ایران، مردم اومدن بیرون، این اراذل اوباش میشن کارشناسای جمهوری اسلامی، کارشناسای صدا و سیما، شبکه‌های ماهواره‌ای. میشناسین اینا رو؟ این اعتمادی حسن اعتمادی بنی طرف، این احمد رفعت، اینم بقیه اراذل اوباش تجدید طلبه. خب اینا رو دیدین؟ حالا بریم اینا ببینیم. حالا میخوام بهتون بگم چرا قیام‌ها در داخل ایران سراسری نمی‌شود و چه کار کنیم که سراسری بشود. به اونم میخوام برسم. ببینید دوستان، این آقای بنی طرف هزار پدر بی پدره رفته کوبا با تجزیه طلبانی که صحبت از آذربایجان، آذربایجان جنوبی میکنن، یعنی چشم طمع به آذربایجان ایران دارن. این یکی از این آشغالاییه که پشت حسن شریعت مداری هم هست. ببینید اینم پرچمشونه که برای خودشون در نظر گرفتن. حالا بریم جای دیگه شون. چقدر ایران متاسفانه خائن داره، چقدر ایران خائن داره، چقدر ایران خائن داره. ببینید این یه نشست دیگه است توی کوبا، باکو، ببخشید اون قبلی هم گفتم توی باکو، که رفتن دارن در مورد تجزیه ایران، در مورد آذربایجان های ایران، خوزستان ایران و کردستان ایران صحبت میکنن. این همه یه رو بنی طرف اضافه داره. این میشه نماینده مردم ایرانی که اومدن توی خیابون و گفتن ما آب نداریم، ما گاز نداریم، ما نون نداریم. این هم احمد رفعته که دیگه همه تون میدونید. فقط کافیه توی گوگل سرچ کنید، فقط کافیه توی گوگل سرچ کنید یوسف بنی طرف. حالا شما فکر میکنید رژیم اینترنشنال نمیدونه اینا کیه؟ شما فکر میکنید علی اصغر رمضان‌پور که خودش مشاور ارشد محمد خاتمی، خوب دقت کنید، علی اصغر رمضان‌پور مشاور ارشد محمد خاتمی، یکی از بیناموس‌های ملی منقلی در ایران که دستش به خون جوانان ایران آلوده است، اومده رفته از جمهوری اسلامی بودجه میگیره، تلویزیون درست کرده به اسم رژیم اینترنشنال و این اراذل اوباش رو میاره برای اینکه قیام‌های مردم ایران رو تا اونجایی که میتونه سرشون رو به سنگ بکوبه. اگر هم نتونست بیاد این سناریوی دوم یعنی تجزیه ایران رو فراهم کنه. خب علی اصغر رمضان‌پور موره کیه؟ محمد خاتمی. محمد خاتمی چی گفت؟
گفت بهترین نوع حکومت فدرالیست برای ایرانه. ارباب محمد خاتمی کیه؟ جورج سوروس. حالا بیاییم در خارج از کشور، بنیتروف کیه؟ یک تجزیه طلب. مهره کیه؟ علی شمخانی. علی شمخانی کیه؟ دزد بزرگ در داخل ایران. بعد میاییم این وقت، اون وقت ارباب اینها کیه؟ جورج سوروس در آمریکا، مافیا ایران ستیز. دنبال چی هم؟ دنبال تجزیه ایران. حالا شما این اتفاق در مورد بقیه استانهای ایران هم هست. یعنی وقتی کردستان ایران مردم میان اعتراض میکنن، قیام میکنن، شما میبینید عبدالله متدی و مصطفی هجری و علی جوانمردی و عثمان بزغندی و امثال این اراذل اوباش رو میارن و اینها صحبت از استقلال و خودمختاری میکنن. مردم اومدن میگن کولبرا رو نکشید، اینا صحبت از استقلال میکنن. مردم اومدن میگن ما آب نداریم، اینا صحبت از استقلال میگن، خواسته مردم استقلاله، صحبت از ملیت ها میکنن. و اون هموطن من در داخل ایران بقیه استان ها وقتی این صحبت ها رو میشنوه بایکوت میکنه، وارد حرکت نمیشه، حمایت نمیکنه، چون ایران براش مهمه. خوزستان توی سیستان و بلوچستان توی سراوان اتفاق میفته، حسین برو عبدالستار دوشورتی و امثال این جانوران میان توی رسانه ها و صحبت از ملت سیستان و بلوچستان میکنه. اون وقت شما میبینید اینجا رو خوب لطفا دقت کنید، تنها قیامی، تنها دو قیامی که در طول 43 سال سراسر ایران رو فرا گرفته، قیام دیماه و آبان 96 و 98. حالا چرا سراسر میشه این قیام ها؟ چرا سراسر میشه؟ چون یک خواسته ملی مطرح میشه. یعنی وقتی در مسجد گوهرشاد، در جلوی مسجد گوهرشاد میاد فریاد رضا شاه روحت شاد سر داده میشه، بلا فاصله 24 ساعت نشده سراسر ایران اون شعار رو سر میدن. دیدید دیگه؟ سراسر ایران در دیماه 96 وقتی شعار جاوید شاه سر داده شد، یه دفعه سراسر ایران از این قیام حمایت کردن. وقتی شعار در آبان 98 مردم اومدن توی مشهد و گفتن رضا شاه روحت شاد، سراسر ایران، شهرهای کوچیک ایران، حتی شهرهای کوچولو کوچولی مثل خمین هم اومدن از این قیام حمایت کردن، جوان‌ها اومدن بیرون و بالای 10,000 کشته هم داد این قیام، چون این قیام قیام ملی بود. این قیام قیامی بود که کلیت جمهوری اسلامی رو رد میکرد و حفظ تمامیت ارضی ایران در اولویتش بود و دنبال پاسخ دندان شکن به مافیا ایران ستیز بود. حالا چه کسانی نمیذارن این قیام ها ملی بشه؟ همین آدم های امثال بنیتروف، امثال جوانمردی که تو اوج قیام مردم خوزستان میاد و اون صحبت ها رو انجام میده در مورد تجزیه ایران. و این ور جریان رسانه هایی مثل شهرام شالاتان و امثال این انوگوا که اینها هم میارن افرادی رو به اسم نماینده اون مردمان معرفی میکنن و خواسته یارو میشه تجزیه ایران. شما فکر کنید یک هزارم اگر این یوسف بنیتروف درد مردم ایران رو، حتی درد مردم خوزستان رو درک کنه و بفهمه، نمیفهمه، چون قرار نیست بفهمند. اینها اومدن بهانه بدن به جمهوری اسلامی که سرکوبش رو شدید کنه بر علیه مردم. حالا در کنارش جمهوری اسلامی چی کار میکنه؟ میاد یه سری ویدیوها رو، مثلا در مورد خوزستان یه سری ویدیوهایی از عراق و عشایر عراق، قبایل عراق رو منتشر میکنه که رو اسلحه دستشون گرفتن دارن توی خیابون شلیک میکنن. بعد هموطنان ما در خارج از ایران اون ویدیوها رو پخش میکنن، میچسبونن به مردم اهواز و مردم خوزستان. و جمهوری اسلامی دو تا بهانه داره برای سرکوب. یک، اسلحه افتاده دست مثلا مردم، در صورتی که اینا مردم ایران نیستن. و دو، میاد به مردم میگه اینا میخوان ایران رو تجزیه کنن، تجزیه طلبن، من میکشمشون. این دوتا بهانه رو کی میده به جمهوری اسلامی؟ همین اراذل اوباش به اسم کارشناس مسائل منطقه ایران. بنابراین چرا ما افراد مانند ما میاییم و این همه به اون حمله میشه، میاییم میگیم مردم اگر میخواید قیامتون ملی بشه، اگر میخواید ریشه جمهوری اسلامی از بیخ زده بشه در داخل ایران، یک فریاد باید سراسری بشه، اونم فریاد جاوید شاهه. شما در آبان 96 و دیماه 98 هیچ کدوم این اراذل اوباشو ندیدید توی رسانه ها، چون حرفی برای گفتن نداشتن. همشون مخالف این شعار و مخالف، اتفاقا مخالف قیام مردم بودن. برید صحبتشون رو تو تاریخ ها گوش کنید. یکی از دلایل اصلی عدم همبستگی مردم در داخل ایران، دوستان، همین رسانه های فارسی زبانه. آقای علی اصغر رمضان‌پور، من نمیدونم تو چیزی به اسم شرف بو کردی، چیزی به اسم شرف میشناسی یا نمیشناسی.
آقای احمد رفعت، آقای بی بی سی، آقای شهرام شالاتان و دیگر اراذل اوباشتون، نورتون رو دارید میزنید تو خون جوانان جوانان داخل ایران و میخورید. اون پولی که داری به بچهت میدی آقای علیسخر رمضان پور در لندن، اون پول خون مردم ایرانه. خانم فلان، آقای فرهزاد، آقای دیگرانتون که انوگوها رو میارید به اسم کارشناس دعوت میکنید، اون پولی که داره به شما داده میشه پول اون جوانیه که دیشب توی خوزستان کشته شد، پول خونشه. شما پول خون دارید میخورید. مردم تو سیستان و بلوچستان برید ویدیوها رو نگاه کنید، برید ببینید این کرونا هندیه، نمیدونم کوفت و زهرمار، ببینید چه به روز این مردم آورده. پول ندارن قبر بخرن، مرده هاشون رو توی انبارای خونهشون نگه میدارن. برید نگاه کنید اون مردم تجزیه طلب هم بی شرف های پس فطرت. همین مردمی که توی خوزستان اومدن بیرون، حیواناتشون مردن، مزارعشون نابود شده، این مردم تجزیه طلب هم بنی طرف بی پدر هزار پدر، علی اصغر رمضان پور بی پدرتر. ببینید اینجا کمکاری شما ایرانی هاست، اینجا کمکاری شما ایرانیان فعال در فضای مجازیه. شما باید برید این اراذل لوباش رو پاسخ بکنید. شما باید برید رژیم اینترنشنال رو مجبور کنید که بیاد به قیام ملت ایران برچسب تجزیه طلبانه نزنه. شما باید برید زیر ویدیوهای اینا، زیر پستای اینا ایمیل بزنید، اگر را دستتونه برید جلوی دفاترشون جمع بشید، برید اعتراض کنید، برید تجمع بذارید، برید بگید دست از سر این ملت بردارید، بذارید ملت راهشون رو پیدا کردن، بذارید ملت کارو تموم کنن. برید یقه علیرضا نوری‌زاده رو توی لندن بچسبید، کله‌شو بکوبید به تاق، بگید بس دیگه، خیانت نکن بی پدر. این کمکاری من و شماست. به جایی که اون کارو نمی‌کنین، ویدیویی که جمهوری اسلامی پخش کرده، یک عشیره‌ای در عراق اسلحه تو دستشونه که اونا معمولاً اسلحه تو دستشونه که جمهوری اسلامی داده، اون ویدیو رو بردارید برمیدارید پخش میکنید، بگید هموطنانمون در اهواز مسلح شدن. خب چقدر ابلهی تو، چقدر نادانی تو، چقدر بیشعوری تو، چقدر همکار جمهوری اسلامی تو. خب جمهوری اسلامی از سخنم به ارتش ایران است. نقد من از این به اصطلاح شیران است. روی سخنم به آن دلیر مردان است. مردان قسم خورده به آن یزدان است. روزی که شما وارد این عرصه شدید، دیدید که عرصه شیران است.
شیران به مثال مدافع ایران است. گفتید و برفتید در این راه خطیر، جانم به فدای ملت ایران است. گفتند به شما که در لوحه ارتش چه بود خط و نشان؟ گفتند کجاست نقطه آغاز به پایان ددان؟ گفتند چه بود خط و نشان در ارتش؟ گفتند که کجا دست ز جان باید کشت؟ گفتن که شما حافظ این ملک و کیانید؟ گفتن که در بسترتان خواب نمانید؟ ای محل تولد در ایران، ای کشور سر فراز ایران، ما این فدائیان خاکم، ما ارتشیان پوچ پوچم، داریم به عشقت ای سر افراد دست افسر و درجه دار و سرباز، گر دست تدریج و گر پای تجاوز، آن دست کنم کوسه و آن پای کنم رنج. من زاده ایرانم و آزاد و آزاد، بیگان پرستیدن اینجاست که شبد شکوه من تیز نمایان. درد و دل این مردم دربند از این قصه پرقصه بدانید. کشتند جوانان وطن را و تو ساکت بنشستی. کشتند امیران و تو در خانه نشستی. بردند به تاراج همه هستی مردم و تو ساکت بنشستی. بردند به یغما علناً روزی ملت و تو در خواب چون مستی. دادند به دشمن سر این مام وطن را و تو ساکت بنشستی. در رأس امور وطنت گرگ و شغالان و تو در تاکسی خود بحر مسافر بنشستی. گویم سخنی تلخ تو را بحر خجالت، گویم سخنی تلخ تو را بحر خجالت، تا آب شوی از عملت در بر ملت. روزی که جوانان وطن قرکشان در پی حقند، تو در صف آن کاسه به دستان ولایت بنشستی. تو شاهد این ملغمه بودی و به خود زحمت پیکار ندادی. پیکار بماند. تو زحمت اقرار به سوگند خودت هم ننمودی. اینجاست که راه تو جداست از راه ملت. تو ارتش ایرانی، نه ابزار ولایت.
اکنون که شنیدی که بود در سر ملت، بیشک تو بدان این سخنم ختم کلام است. برخیز برادر که وطن در تب و تاب است. چشم پسرک از غم نان سرخ و پراب است. برخیز و بگو ارتش ایران نخمیده، این نعره شیران وطن بهر امید است. از بحر همین قره شیران کیان است که این ملک اهورایی ما قلب جهان است. اینک به تو گویم به تو ای ارتش کوروش، خاک وطنت در ید دیوان و ددان است. آن شیخ که بر مسند شاهان بنشسته است، خود مهره خردی ز همین دیو و ددان است. چشم من و ما منتظر فوج شما است. اکنون که ددان در پی بلعیدن این خاک کیان است، قرید و بگیرید و ببندید همه گرگان و شغالان، قرید و بگیرید و ببندید همه گرگان و شغالان. این ملت ایران به پیوند شمایند. برخیز و بگو نیک بدانی بمانند جوانان تنها ره پیروزی ما فر کیان است. Thank you.